ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به تک تک شما همراهان، همکاران و میهمانان عزیز. امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از جلسات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو از کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران. امروز 24 مهر ماه 1401 مصادف با 16 اکتبر 2022. من ابتدا دستر در کار فرخان رو خدمتتون معرفی میکنم. سخنران اولمون جناب آقای مصطفی منیری، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در مهر ماه 1401. سپس جناب آقای مهدی افشارزاده، بررسی هدف 3 از اهداف 17گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سپس سرکار خانم مهناز ترابی، جوانان و دین گریزی در ایران. بعد از ایشون آقای رضا حاتمی با موضوع حق طلبی جوانان و کودکان در اعتراضهای اخیر. در آخرم بحث آزاد رو خواهیم داشت، حق دنیای زیبا و آزاد برای همه با در نظر گرفتن زن، زندگی، آزادی. و منشی جلسه سرکار خانم سمانه بیرجندی، ضبط صدا و تدوین آقای سعید پورمند، آقای احسان احمدی خوا و ادمین آقای فرشاد تقی‌زاده. بنده ستاری دژ مسئول جلسه هستم. آقای منیری اگر که امکانش هست مایک برای شما، ما اخبار رو میشنویم. ممنونم. خب بجن شما امتحان میکنید؟ عذر میخوام، ببخشید. من الان اومدم توی یکی از تجمعات، حالا به شکل زنده هم برای دوستان پخش میکنم. قرار بود که راجع به اخبار مربوط به نقض حقوق بشر صحبت بکنم. بیشتر خواستم سخنرانی امروز رو اختصاص بدم به فاجعه‌ای که توی دانشگاه صنعتی شریف اتفاق افتاد، چون ابعاد فاجعهش خیلی گسترده تر از این حرف هاست که بخوایم فقط خیلی سرسری بخوایم ازش بگذریم. و خود همین اتفاقی که توی دانشگاه صنعتی شریف افتاد، صنعتی شریف تهران، در واقع خودش باز دوباره پیش زمینه بسیاری از اعتراضات دانشجویان توی بسیاری از دانشگاه هاش. قبل از اون هم باز بسیاری از دانشگاه ها در واقع به این قیام پیوسته بودن. حالا میپردازم به تقریبا یه حالت موشکافانه و جزئی تر میپردازم به اتفاقاتی که توی دانشگاه صنعتی شریف افتاد. توی ادامه سرکوب اعتراضات سراسری توی ایران، شب یک شنبه 10 مهر نیروهای امنیتی همراه با شمار بسیاری از نیروهای موسوم به لباس شخصی با محاصره دانشگاه صنعتی شریف تهران و حمله به دانشجویان ضمن ضرب و شتم و تیراندازی، شمار نامعلومی از دانشجویان رو زخمی و یا بازداشت کردن و مکان‌های نامعلوم انتقال دادن. انجمن اسلامی دانشگاه شریف بامداد روز دوشنبه گزارشی از یک یورش خوفناک از یورش خوفناک نیروهای امنیتی به این دانشگاه رو در حساب توییتری خودش منتشر کرد و جزئیات این رویداد رو شرح کرد. بر اساس این گزارش، دانشجویان معترض در محوطه دانشگاه با رسیدن به در دانشکده مهندسی انرژی با نیروهای لباس شخصی مواجه میشن که با چند ون برای بازداشت اونا اومد. ماموران امنیتی توی اولین مواجهه 3 تا دانشجو رو دستگیر میکنن و دانشجوی چهارمی رو هم با ضربه باتوم به سر راهی بیمارستان میکنن و این آغاز حمله گسترده‌ایه که با تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال ادامه میگیره. انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارش خود آورده که در پی یورش ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها، دانشجویان به هنگام گریز
با درهای بسته دانشگاه مواجه میشن و خود رو در محاصره نیروی امنیت میبینن. در نتیجه این وضعیت دانشجویان راهی پارکینگ دانشگاه میشن تا از اون طریق از معرکه جون سالم به در ببرن، اما اعلام میشه که در ورودی پارکینگ هم باز نمیشه. بر اساس این گزارش توی همین زمان نیروی لباس شخصی در طبقه های اول دوم پارکینگ با باتوم و سلاح و موتور در کمین دانشجویان بود و با شلیک گلوله های پلاستیکی و ساچمه‌ای از فاصله نزدیک و مخصوصا به سمت دخترها اونا رو از حرکت باز می‌دارن و دانشجویان رو بازداشت می‌کنن. در این میان گروه دیگری از دانشجویان گرفتار شده تو پارکینگ نیز بر اثر شلیک گلوله های ساچمه‌ای و پلاستیکی زخمی میشن. با این حال و به رغم شلیک گاز اشک‌آور، تعدادی از دانشجویان موفق میشن از طریق یه آسانسور وارد هایپرمارکت فامیلی شوند و فرار کنند. عذر میخوام یک لحظه من اینو سایلنت کنم. و فرار کنند. انجمن اسلامی نوشته که تو این مرحله دست کم 30 تا 40 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف بازداشت میشن که در حال حاضر حالا از وضعیت نصفشون با خبر هستیم، اما از وضعیت نصف دیگرشون هیچ اطلاعی در دسترس نیست. این همه اینا در حالیه که از روزهای گذشته ویدیوهایی از تهدیدات برخی اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه علیه دانشجویان معترض منتشر شده و وعده سرکوب اعتراضات رو هم میدادن. در گزارش وقایع اون شب اومده که دانشجویان گرفتار شده تو پارکینگ به ناگزیر به محوطه دانشگاه برمیگردن، اما مجددا نیروی امنیتی با تفنگ‌های در دست، دقیقاً نقل جملهش اینه، نیروهای امنیتی با تفنگ‌های در دست نظاره‌گر دانشجویان هستند و به صورت گزینش شده تعدادی از دانشجویان را از جمعیت بیرون می‌کشن و با خود می‌برن. نیروی لباس شخصی هم توی مواردی قسمت جالبش اینجاست، نیروهای لباس شخصی هم توی مواردی نیروهای حراست یا برخی از استادان دانشگاه رو که میان وساطت میکنن برای جلوگیری از بازداشت دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. توی بحبوحه این رویدادا بود که برخی ویدیوها از این یورش توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی پخش میشه و موجی از نگرانی در میان خانواده‌های دانشجویان و عموم کاربران ایجاد میکنه، به خصوص که گزارش شد که شمار زیادی از دانشجویان مورد حمله قرار گرفتن و جالب اینجاست که تعدادی از این دانشجوها هم ورودی 1401 بودن که دومین روز خودشون رو تو دانشگاه تجربه میکردن. وقتی این اطلاع رسانی شد، مردم با ماشین برای کمک به دانشجوها راهی دانشگاه شریف میشن که همین موضوع منجر به ایجاد ترافیک سنگین توی خیابونای اصلی اطراف دانشگاه میشه و گروهی از مردم نیز خودشونو به سردر بسته دانشگاه رسونده برای درخواست آزادی دانشجویان شعار میده. در همین اثنا ویدیویی از حضور محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی توی دانشگاه شریف منتشر میشه که نشان میده در پاسخ دانشجوی معترض اونا رو به هدر دادن بیت المال متهم کنه و میگه قانون را که رعایت نکنید باید هزینه‌اش رو بدید، که به شکلی تهدیدوار بوده. ایشون همچنین توی واکنش به شکایات و اعتراض دانشجویان از زخمی و مجروح شدنشون توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی از دانشجویان میخواد که عکس و فیلم برای رسانه خارجی نگیرن، چون دقیقاً جمله‌شون این بوده، چون در شأن دانشجوی شریف نیست. رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف ادعا کرد که حال دانشجویان خوبه و تجمع تمام شد. آقای جلیلی همچنین به خانواده دانشجویان توصیه میکنه که تحت تأثیر کارخانه دروغ پردازی رسانه‌های بیگانه قرار نگیرن. توی برخی از گزارش ها رسول جلیلی به عنوان یکی از معماران پروژه فیلترینگ اینترنت در ایران در دهه 80 و از اصلی ترین پیش برنده های فیلترینگ و طرح صیانت در سالهای اخیر یاد شد. بر اساس گزارش های ویدئویی محدوده دانشگاه شریف به خصوص تقاطع بزرگراه یادگار امام و خیابون آزادی تا ساعتی پس از نیمه شب پر از
در تنش با تنش همراه بوده. هنوز البته من خودم هنوز پیدا نکردم، اما هنوز هیچ گزارش رسمی از شمار دانشجویان بازداشت شده من نتونستم پیدا بکنم و دقیقا شمار زخمی ها در حال حاضر توی این التهابی که توی ایران وجود داره مطمئنا جمهوری اسلامی یک سانسور فوق العاده شدیدی توی این موارد خواهد داشت. بر اساس برخی از گزارش ها از سمت شوراهای صنفی دانشجویان، از طرف شورای صنفی دانشجویان کشور، یه تعدادی از دانشجویان این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی توی خوابگاه بازداشت شدن، نه فقط توی محوطه دانشگاه. که حالا این شورای صنفی میگه که توی کانال تلگرامی خودش می‌نویسه که طبق اخبار رسیده ساعت، حالا این دقیقا همون شب نوشته، ساعت 21 امشب 10 مهر ماه چند تن از دانشجویان حاضر در خوابگاه شماره 2 شریف توسط نیروهای امنیتی بازداشت، سوار ون شده و به مکان نامعلومی منتقل شده. وبسایت دانشگاه صنعتی شریف هم توی اطلاعیه اعلام میکنه که همه کلاس‌های این دانشگاه تا اطلاع بعدی به صورت مجازی برگزار میشه. حالا در حال حاضر با قطعی اینترنت و فیلترینگ شدید مشخص نیست دقیقاً این اتفاق قراره چطور بیفته. اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی علیه حکومت ایران از 26 شهریور اعلام شد که الان تقریبا نزدیک به یک ماه از اون ماجرا میگذره. البته از اون ماجرا میگذره و بسیاری از دانشجویان، یعنی آمار دانشجویانی که تا الان دستگیر شدن تعدادشون فوق العاده زیاده که توی این مجال نمیگنجه. بخوام اسامی همه اون دوستان رو ببرم، همه اون، من میگم غیور مردان و غیور زنان، همه اینهایی که گفتیم من کوتاه عرض بکنم که با چه موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داره. به خاطر کتک هایی که دانشجویان زدن، در واقع یه 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. ماده 22 حق امنیت اجتماعی مالی فرهنگی، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. ممنون، خیلی سخنرانیم طول کشید. حالا من رفتم توی مرکز تجمع به دوستان میگم که کوتاه از اونجا هم یه فیلمی نشون بدم. ممنونم بابت زمانی که ببرید. مرسی. ممنون از شما آقای مانیری، ممنون که اخبار اختصاصاً به این موضوع دانشگاه و اتفاقات اخیر ایران اختصاص دادید. دوستان اگر موردی هست که به سخنرانی آقای مانیری اضافه کنید میشنویم از شما. فقط برای تکمیل این اتفاقات دانشگاه، من توی اخبار خوندم که متاسفانه علاوه بر گاز اشک‌آور توی زمان حمله به دانشگاه از گاز تهوع‌آور هم استفاده کردن که یه چیز عملا غیر قانونی و خیلی بدتر از گاز اشک‌آوره و تاثیرات اون فوق خیلی بدتره و حتی از ساچمه های نمیدونم بهش میگن جنگی یا چی، از اونا فکر میکنم استفاده کردن متاسفانه. خب آقای افشارزاده اگر آمادگیشو دارید ما شما رو بشنویم. من فقط بخونم این رو. بررسی هدف 3 از اهداف 17گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آقای مهدی افشارزاده. بفرمایید. با سلام. هدف 3، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین.
این هدف چند مورد به خصوص رو مورد نظر داره. اولیش کاهش مرگ و میر مادران به میزان 70%، کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان، پایان دادن به بیماری‌های واگیردار مانند ایدز، سل، مالاریا، کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های غیر واگیر و بیماری‌های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک، کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل توتون و تنباکو، به نصف رساندن مرگ و میر ناشی از تصادفات، تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی و در همه موارد مورد نیاز انسان‌ها، از جمله مسائل جنسی، باروری، بدون مواجه شدن با مشکلات مالی و توسعه واکسیناسیون. وقتی به این موارد هدف سه ما نگاه میکنیم و عنوانش که تضمین زندگی سالمه، متوجه میشیم که درباره رفاه داره صحبت میکنه، یعنی رفاهی که حکومت و دولت باید اون رو تأمین کنه. میخوام یک تعریف قدیمی به نام دولت رفاه، که دولت رفاه ایده‌ایه که از جهان غرب به تمام دنیا گسترش پیدا کرد، اما هیچگاه در هیچ کجای دنیا، حتی اون کشورهای جهان اول، دولت‌ها نتونستن به طور کامل از حقوق شهروندی مردمان خودشون که یکی از مهمترین آنها رفاه حداقلی است دفاع کنن و حتی بتونن باعث کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان بشن. ریشه‌های دولت رفاه رو باید در برنامه‌هایی ببینیم مثل بیمه همگانی، حالا به نام بیسمارک هم شناخته میشه، که در دهه 80 این مورد رو جستجو میکرد. بر اساس برنامه رفاه اجتماعی، کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی در مقابل بیماری، تصادف، از کار افتادگی و کهولت بیمه می‌شدند. اما گسترش ایده رفاه به جهان بحران زده جنگ جهانی دوم و بعد از اون بازگشت و دولت‌های اسکاندیناوی را پایه‌گذار دولت‌های رفاه به معنای امروزی درست کرد. در دولت‌های رفاه حداقل معیشت، امنیت، درمان و آموزش برای همه شهروندان بود، فارغ از کار و دستمزد. و در این دولت‌ها بیکارانی که قادر به کار کردن و یا بیمارانی که قادر به پرداخت حالا هزینه بیمارستان و هزینه درمان نبودند و ناخواسته بود این مورد، و همه افرادی که به دلایلی مشکلات جسمی یا ذهنی داشتن یا اصلا از کار افتاده بودند، اصلا تو این چرخه تولید قرار نمی گرفتن، باز هم از حداقل های زندگی و آرامش و رفاه بهره مند می شدن. حتی میزان پرداخت پایه در این کشورهای مختلف بالاتر از اون حقوقی بود که دولت در نظر گرفته بود. حالا میخوام یه مقایسه کنم در این مورد کشور آلمان و ایران رو. مثلا در آلمان امروز سطح پایه پرداخت رفاهی و حمایتی 60% میانگین درآمد ناخالص ملیه، یعنی هیچ خانواده‌ای در آلمان کمتر از 60% میانگین درآمد عمومیش درآمد نداره. علاوه بر این در آلمان میزان پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت‌های آنان که اسم طرحش هم طرح هارتس اگه درست تلفظ کنم، با تعداد افراد خانوار نسبت مستقیمی داره و برای هر فرزند جدید ماهانه بیشتر از 300 یورو پرداخت میشه. در ایران اصول قانون اساسی تا حد قابل قبولی با الزامات دولت رفاه تطابق داره، ولی موضوع اینه که این تطابق فقط روی کاغذ و برگه است، فقط خونده میشه ولی عملی نه. اصول 29، 30 و 43 در اصلا مربوط به حقوق رفاهی مردان، از حق آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه، حق برخورداری از خدمات درمانی، حق داشتن مسکن و سرپناه، برخورداری از بیمه همگانی، داشتن اشتغال شایسته. منتها پایه‌گذاری این دولت رفاه و بهره‌مندی مردم از این حقوق رفاهی در تمام
دهه‌های گذشته الزام‌آور نبوده، هرگز اجرایی نشده، حداقل در اون از بعد پس از جنگ که هیچ خبری ازش نبوده. قبل از جنگ رو حالا من اطلاعی ندارم. یعنی آموزش و درمان کالایه در ایران که سطح خدمات حمایتی بیمه ها رو تقلیل داده و به همین دلیل تعهدگذاری دولت ها تبدیل به تعهدگریزی شده. صندوق های بازنشستگی، حالا مهمترینش همین صندوق تأمین اجتماعی، رسما در آستانه بحران قرار گرفته. نتیجهش میشه چی؟ نرخ بیکاری بالا میره، خدمات بیمه بیکاری به حدی کم میشه که حتی مخارج خوراک یک نفر هم تأمین نمیکنه و به فرزندان حتی خانواده های فرودست نیست هیچ حقی تعلق نمیگیره. و نتیجه یکی از نتایج بعدش همین روز به روز نرخ بازماندگی از تحصیله که این آمار هی داره بالا میره. این عدم تمکین به قانون اساسی و ارائه ندادن خدمات رفاهی به مردم همواره با توجیهات و بهانه‌های مختلفی همراه بوده، در حالی که ما تو هدف 3 وقتی به هدف 3 نگاه میکنیم از کاهش مرگ و میر مادران، کاهش مرگ و میر نوزادان، پایان دادن به بیماری ها، وقتی نگاه میکنیم همه این موارد به سلامت برمیگرده و تمام این موارد شعارهایی که همه دولت های ایران هر که اومده سرکار این شعار رو داده، حتی در دولت سازندگی هم به نام اشتغالزایی و تحکیم بنیانهای اقتصادی از حقوق سلامت مردم حرف زدن. در دولت مهرورزی به نام یارانا و ساخت مسکن بیکیفیت مهر، حالا نتیجهش این روزا میتونیم ببینیم. یعنی فقط سال به سال بر تعداد بیکاران، بیخانمان و کسانی که سلامت جسمی و روحیشون رو از دست دادن داره اضافه میشه و این همون واقعیتیه که ما میتونیم اونو ببینیم که حقوق مردم در قانون اساسی ایران پایمال شده و فقط حقوق به خود اون کسانی که قانونگذار هستن پرداخت میشه و اون چیزی که نادیده گرفته شده حق حقوقیه که مردم به خاطرش به خیابونا رفتن. بهتره یه نگاهی به گزارش بانک مرکزی بندازیم برای 5 ماه نخست که میگه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه حدود 54,000 میلیارد تومان بوده که این سهم فروش نفت بوده و این نشون میده که سهم دولت از صادرات غیر نفتی چقدره و موضوع این که این پول اصلا وارد چرخی زندگی مردم نمیشه. 1/10 این پول، 1/100 این پول وارد چرخی زندگی مردم میشد، خیلی از این موارد که هدف 3 بر اونا تأکید داره اصلا به وجود نمیاد. و این اعداد و ارقام نشون میده که دولت پول داره، یعنی دقیقا میتونه با این پول بیش از 5% میانگین جهانی هم خرج خدمات رفاهی و سلامت کنه. درسته نرخ تورم سرسام‌آوره، بنیه اقتصادی مردم به زیر صفره و رسما ما به سمت فروپاشی اجتماعی نداریم نزدیک میشیم، ولی دولت پول داره. یعنی اگه دولت نمیخواد این پول رو خرج مردم کنه، همین سرمایه ملی تبدیل میشه به رانت و رانتخاری. آقا گزارش بانک جهانی رو بگم در رابطه با رکورددار بودن ایران در آموزش و پرورش خصوصی. نوشته بود که رکورد زدیم. پولی ترین آموزش و پرورش جهان رو داریم. یعنی در حالی که ما طبق اصل 30 قانون اساسی باید به همه دانش آموز آموزشی رایگان بدیم و از اون طرف هم بر اساس اصل 44 آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد حاکمیت، وقتی میگیم نهاد حاکمیت یعنی قانون اساسیمون مدافع حقوق مردم باید باشه، ولی میبینیم که
قانون اساسی ما هیچ وقت موافق نبوده. ما میتونیم اصل سوم 10، 20، 21 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم که وقتی این موارد رو میخونیم میبینیم این خانواده محوری در کلیه قوانین و سیاست ها وجود داره، ولی وقتی اون حقوق اولیه رعایت نمیشه، وقتی سلامت خانواده، بهداشت خانواده، تحصیل خانواده مورد نظر نیست، این سیاست ها مثل سیاست کلی خانواده، چشمنداز 20 ساله، سیاست های کلی برنامه شیشم توسعه فقط یک حرفه. در حالی که ایجاد رفاه و افزایش رشد اقتصادی در کشورمون میتونه بسیاری از مشکلات رو پوشش بده. شاید امروز بزرگترین مشکل اساسی خانواده و اقشار مردم نبود رفاهه، نبود امید به آینده است. در حالی که یکی از اهداف مهم همه انسان ها در زندگیشون دستیابی به رفاه، حالا از جمله اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت، و این وابسته کامل به دولته. هرچند اقتصاد حالا من میگم یک بُعد از زندگی مردم، ولی یک بُعد بسیار مهمه. وقتی اقتصاد سالم باشه اون خانواده سالمه. وقتی اقتصاد سالم باشه اگه درگیری بیماری های مثل سل، مالاریا، ایدز، هرچی باشه، میتونن از خودشون بهتر مراقبت کنن، میتونن سلامتیشون رو به دست بیارن و وارد اجتماع بشن. ولی این موارد فقط بر روی کاغذ انجام میشه و هیچ کدومشون عملی نمیشه. یعنی خود دولت یا حکومت نمیخواد این موارد رو عملی کنه. و این باعث میشه که وقتی اینا نباشه ما دیگه رفاه اجتماعی هم نداریم. حالا رفاه اجتماعی در دو بُعد، مادی و معنوی. بُعد مادی که حالا بر تامین نیازهای اساسی خوراک، پوشاک، شغل، مسکن، بهداشت، درمان. بُعد معنوی چی؟ شامل سواد و آموزش. از این رو رفاه اجتماعی رو میتونیم واژگانی بدونیم که با مفاهیمی چون حمایت اجتماعی، تأمین اجتماعی، خدمات اجتماعی و بهزیستی پیوستگی معنایی داره و وارد یک قلمرو هستن. و سیاست های اجتماعیمون اگرچه از جنبه های مختلفی با رفاه اجتماعی ما همسو شده، اما از نظر رویکرد به مسئله و نحوه کارکرد ببینیم که یک مرزبندی بسیار بزرگه. مرزبندی که قانونی وجود داره و نوشته شده ولی برای دولت و حکومت الزام آور نیست انجام داده بشه. بنابراین حالا این تعریف میتونیم بگیم که سیاست گذاری اجتماعی حالت خاصی از دخالت دولته که از طریق اهداف اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، مثل مساوات، فقدان تبعیض، حفاظت از افراد آسیب پذیر و این موارد میاد خودش رو رده‌بندی میکنه، نظریه های متفاوت میگه. و طرف دیگه رفاه اجتماعی و سیاست های اجتماعی هم هر کدام مشتمل بر دو نوع مفهومه که تمام اینها برمیگرده به عدم وجود رفاه برای خانواده و اعمال تمایلات فردی که ممکنه با جامعه هماهنگ نباشه و اساساً همین ناهماهنگی منجر به تعارضات میشه. یعنی دقیقاً ریشه بسیاری از مشکلات همین موضوعه. در حالی که مطالبه مردم موضوع مشخصیه، اما در ایران مسئولان موضوع دیگه‌ای رو انجام میدن، موضوع دیگه‌ای رو پیگیری میکنن که نتیجهش میتونیم ببینیم شرایط حال حاضر ایران. سپاسگزارم از همه شما خوبان که به صحبت‌های بنده گوش کردید. ممنون از شما جناب افشارزاده برای سخنرانی. دوستان اگر موردی هست که به صحبت جناب افشارزاده
اضافه بکنید یا سوالی هست میشنویم از شما. خب میریم سراغ سخنران بعدیمون، سرکار خانم مهناز ترابی با موضوع جوانان و دینگوریزی در ایران. من نمیدونم که درست تلفظ میکنم یا نه موضوعتون رو، خانم ترابی با تعجب اینکه وسطش علامت سوال و تعجب هست خودتون تصحیح بفرمایید. مایک برای شماست، بفرمایید. سلام، صدای من هست؟ بله هست. خسته نباشید. بله ممنونم. انسان موجودی اجتماعی و برای زندگی در یک جامعه کوچک مثل خانواده تا جامعه های بزرگتر مثل فامیل و قبیله و قوم و روستا و شهر و اینا، با توجه به محدودیت هایی مثل مرزها که کشورها و شهرها و قاره ها رو به وجود آوردن، این قوانین متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی تغییر کرده. وجود قوانین گاهن به تنهایی نتونسته یک نظم یا یک سیستمی رو در جامعه حاکم کنه و گاه انسان برای دستیابی به یک حالت اعتدال قوانینی رو وضع و بیان کرده که به اون جنبه معنویت و روحانی داده تا با غلبه بر تفکر و تعقل بتونن گاهن فقط با باور و ایمان به اهداف خاص خودشون برسن. دقیقاً بانیان ادیان آگاه بر این جنبه روحی و روانی انسان‌ها بودند و تسلط بر افکار و اندیشه انسان و با توسل به ادیان تونستن بر خرد و اندیشه مهار بسته و اون رو رام خود کنند و سوار بر اسب مراد بتازند. سالهاست بانیان ادیان چه از بت‌پرستی تا خداپرستی بر اندیشه و تفکر انسان تاثیرگذار بود و خوبها و بدها و بایدها و نبایدها رو در جوامع بشری حاکم کردند و از ورای این باورها به اهداف چه والا و چه دون خود رسیدند. وجود ادیان تا زمانی که در یک جامعه اثرات سوء عمیقی نداشته باشه تا سالیان دراز و قرنها بر اندیشه انسان حکومت خواهد کرد. ولی اگر این ایدئولوژی ها دست و پاگیر و موجبات خسران و زیان جانی و مالی گردد، به مرور زمان محکوم به فنا خواهد بود. هیچ کس نمیدونه و نمیتونه موجودات غیر مادی رو با حواس پنجگونه خودش ببینه و لمس کنه، نمیتونه از دنیایی که هیچ کس از اون برنگشته و ثابت یا نقض نکرده ادعایی داشته باشه. چه این ادیان صدها و هزاران سال قدمت داشته باشن، عقل آدمی رو نمیتونن ضایع کنند. تمدن‌های نوین و پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی و صنعتی و پزشکی و ارتباطات گسترده در جهان و به خصوص وجود اینترنت انسان رو به اندیشیدن وامی داره و دیگه ادیان کهنه و پر از ابهام و خرافات رو در خود نمی گنجه. علم فضا پرده از راز ستارگان و کهکشان‌ها برداشته و دریچه‌ای به سمت واقعیت جهان گشوده است. دیگر عقل و خرد آدمی توهمات و خرافات ادیان رو بر نمیتابه و حکامی که با توسل به ادیان برای رسیدن به اهداف قدرت و ثروت و کشورگشایی دام پهن کردن، کمتر اندیشه ها رو شکار کرد و به دام دین میاندازند. در کشور عزیزمون ایران هم که سالهاست اعراب با کشتار و جنایت و تجاوز به زنان و به بیگاری گرفتن کودکان، دین تحمیلی را که ریشه در تسلیم شدن دارد بر تار و پود اندیشه و زندگی ایرانیان تنیدند و بر تمام زندگی چه فردی و چه اجتماعی، از خصوصی ترین مسائل زندگی فرد تا عمده ترین مسائل اجتماعی، از بد و تولد تا مرگ او را تحت حکومت و تسلط خود قرار دادند. از کودکی دین اسلام را روشنگر زندگی معرفی کرده و ناباوران دین را در جبهه دشمن قرار دادند. به کودکان در مدارس خرافات و عقاید کهنه و پوسیده مذهبی را جایگزین تکنولوژی و صنعت و علوم اجتماعی کردند. صحبت از عدالت و برابری می کنند
ولی در عمل تمام ثروت و قدرت در ید آنها و مزدورانشان است. سالهاست از عدالت علی گفتند و از یتیم نوازی علی سخن سرایی کردند، ولی جز فقر و بی‌عدالتی و سفره‌های خالی و جیب‌های بی‌پول و اشک‌های خاک‌آلود و بغض‌های دردآلود چیزی نصیبشان نشد. از جوانمردی گفتند و ناجوانمردانه جوانان را به خاک و خون کشیدند، اعدام کردند و جام‌های خون سر کشیدند. از هند جگرخوار و معاویه و یزید شکوه ها کردند و خود قرآن را بر نیزه کرده و خنجر از پشت بر بشر زدند. چه کودکانی که به جای مدرسه در مترو فال فروختند و در سطرهای زباله دنبال روزی خود بودند، و چه آقازاده هایی که با پول و سرمایه ایرانی عزیز مست و شنگول در میکده ها میگساری کرد و سرود سلام فرمانده سر دادند. چه دانشجویان و نخبگانی که چون مطیع و از آنها و با آنها نبودند سربدار شده یا در بند و حبس و شکنجه به سر میبرند، و چه بی سوادانی که با 6 کلاس سواد مرکب ریاست جمهوری را میتازند. دنیا هم فهمید که این همه دروغ و حیله و فریب از هان دیگر در بین جوانان و حتی کودکان ما جایی ندارد. امروز دینی که بخواهد تار موی زنان را تناب دارشان کند به رسمیت شناخته نمی شود. امروز دینی که بگوید دختر 9 ساله را می توان به ازدواج وادار کرد و کودکی او را دزدید، از دید حقوق بشر حقانیت ندارد. ملایان و سردمداران دینی که دختر بچه را عروسکی در دست هوسبازان بدانند و هر عمل بقیهی را در مورد او مجاز بدانند در دنیا جایگاهی ندارند. امروز شهرها و خیابانهای ایران شاهد جنایاتی است که هیتلر هم با مردم خود نکرد. اعتراض به گرسنگی اغتشاش نامگذاری شده و حرف از آزادی جوابش گلوله است. در کشوری که کودکان را به گلوله می‌بندند و به نام دین جنایت کرده و تجاوز می‌کنند، تیشه بر ریشه دین می‌زنند. اما سردمداران تدین بدانند که امروز مردم و جوانان ما آگاهانه سینه سپر می‌کنند تا نسل فردا دیگر سید صیاد نشوند و خود جاودانه خواهند شد. سرمایه‌های ایران اعم از گاز و نفت و بنزین و آب و برق و معادن و جنگل‌ها و اراضی ملی را تصاحب کردند و در راه جنگ افروزی و گسترش تروریسم و نیز خوشگذرانی‌های آقازادگان خود هزینه می‌کنند. اعتصابات را در نطفه خفه کرد و کسی که خواهان حقوق مادی و معنوی و ذاتی و شهروندی خود است را اعدام می‌کنند یا با حبس و شکنجه و بدیعه‌های سنگین صدایش را خفه می‌کنند. آمار خودکشی جوانان و کودکان و کارگران روز به روز افزایش یافته و درد و رنج مردم فزونی گرفته. امروز اگر مهسا را کشتید، نمی توانید مهساهای دیگر را بکشید. امروز مهسا یک نقطه عطف برای انقلاب و دگرگونی اندیشه و نظام حکومتی دیکتاتوری اسلام است. نظامی که ولایت فقیه دارد، یعنی استبداد و دیکتاتوری بر آن حکومت می کند. یعنی آزادی اندیشه و بیان و قلم و حقوق ذاتی و شهروندی ندارد. حکومتی که اساس و پایه آن بر زیر سلطه کشیدن مردمش باشد محکوم به فناست. حکومتی که مردمش نان در سفره ندارند و مخارج سنگین بارگاه فلان امام و امامزاده و بتکده را می‌پردازند، حکومتی که در سوریه و لبنان و فلسطین برای گسترش سیطره فرمانروایی خود باعث جنایات زیادی شده است و اکنون دفاع از روسیه در این جنگ غیر انسانی علیه مردم اوکراین می کند و در برابر حقوق بشر قد علم کرده است. این حکومت محکوم به فناست. جوانان بیدار ایران پرچم این استبداد را به زیر کشید و هرگز تسلیم دیکتاتوران دینی نخواهند شد. تشکر که من را همراهی کردین. سپاسگزارم. من مایک را آن کنم. ممنون از شما خانم ترابی. ممنون از موضوعی که انتخاب کرده بودید. به نظرم حائز اهمیت هست.
دوستان اگر سوالی هست و علامت دست راه نمایی بکنید. بفرمایید خانم ریلن. درود عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز. ممنون از خانم ترابی از سخنرانی خوبشون. من صحبت ها بخوام با یه چیزی که از یه بخشی از یه مقاله‌ای که اتفاقا دیروز دیدم صحبت ها بگم خدمتون، که یه آقای به اسم محمد جواد اکبرین از اصلاح طلبای خود جمهوری اسلامی هم هست، نوشته که پیرمردی به اسم خمینی بزرگترین چراغ‌های روشنفکری را نه تنها در ایران و خاورمیانه بلکه در جهان روشن نمود. خمینی به تنهایی توانست نه فقط تمامیت اسلام را زیر سوال ببرد، بلکه فاتحه تمام ادیان را هم بخواند. یه چیزی که واقعا برای من جالب بود، جالب که یعنی جای تأمل داره واقعا، این که الان تو اکثر فیلمایی که حتی از اعتراضات میبینیم، موقع سرکوب، موقعی که دستگیر دارن میکنن، من بسیار شنیدم، مخصوصا از اتفاقی که دیشب برای اوین افتاد، که حتی مادری بود که گریه میکرد و با زجه میگفتش که خدا وجود نداره. یعنی انقدر این مسائل مخصوصا و این اتفاقات و این جنایاتی که تو این 44 سال جمهوری اسلامی سر مردم آورده، نه تنها از دین گریزون شدن که میشه گفت درصدی هم واقعا خدا ناباور شده، یعنی دیگه هیچ باور و عقیده‌ای به وجود خدا هم ندارن، اینقدر تاثیر گذاشتن روشون. و این جای تاسف واقعا، چون حالا بر حسب اون ایدئولوژی که داشتن که میخواستن در واقع دنیا رو پر از شیعه کنن و گسترش بدن، این رو این در واقع استراتژیشون با شکست بزرگی مواجه شد. مرسی، ممنون که مایک رو به من دادید. ممنون از شما. بله، توی این مدت خیلی، حالا چه توییت چه دوستانی که فعالا راجع به این مسائل زیاد نوشتن، این که اگه الان انقدر دارین دروغ میگین، وای به حال گذشته‌ای که چقدر دروغ گفتین و به زور توی کتاب‌ها و ادیان غالب مردم کردین در واقع. و اینها میتونه به نظر من اتفاقات خوبی باشه که این وسط داره میفته، اگه ذره آگاهی به وجود بیاره خیلی خوبه. خب اگه موافق باشید سخنان بعدیمون رو بشنویم. جناب آقای رضا حاتمی با موضوع حق طلبی جوانان و کودکان در اعتراضات اخیر. جناب حاتمی، مایک بر شماست، بفرمایید. سلام و درود خدمت عزیزان. صدای بنده رو دارین؟ بله جناب حاتمی، صداتون هست، بفرمایید. در این برهه زمانی موضوعاتی که انتخاب میکنیم و در رابطه باش صحبت میکنیم همه با هم مربوط هست. به همین خاطر بنده سعی کردم به طور کلی جنایت های این نظام رو در این مدت بررسی کنم. بیش از 25 روز از آغاز جنبش آزادی خواهی مردم ایران میگذره. از نخستین روزهای این جنبش حکومت همچون همیشه دست به کار سرکوب شده، بسیاری را کشته، بسیاری را روبوده، بسیاری را شکنجه و بسیاری را بند کشیده. مردم اما پا پس نکشیدند و به هر طریق ممکن صدای اعتراضشان را به گوش جهانیان رساندند. جنبش آزادی خواهی مردم که دامنه گسترده تر از اعتراضات پیشین داره، حاصل انفجار خشم مردمیه که در چند دهه گذشته زندگیشون به دست جمهوری اسلامی رو به تباهی رفته. مردمی که در طول این سالیان بدیترین حقوقشان پایمال شده و هر گونه اعتراضشان به فساد سازمان یافته حکومت همواره یک پاسخ داشته: سرکوب و کشتار.
اغتشاشگر خواندن مردم معترض و نسبت دادن اعتراض آنها به کشورهای خارجی دروغی است آشکار و بهانه برای تداوم تبهکاری حکومت، بهانه برای شکستن حریم دانشگاه و گشودن درهای آن بر روی نیروهای انتظامی و امنیتی و لباس شخصی ها تا صدای دانشجویان معترض را خفه کنند و صدها تن از آنها را بربایند، بهانه‌ای برای قتل عام مردم در زاهدان. جمعه سیاه زاهدان بر ورود نیروهای امنیتی به حریم دانشگاه دو روی سکه سیاست تبعیض و سرکوب سازمان یافته جمهوری اسلامی است. تحمیل فقر و انواع تبعیض‌ها از یک سو و کنترل کانون‌های بالقوه اعتراض از سوی دیگر. دانشگاه به عنوان یگانه فضای عمومی که در بطن خود امکان متشکل شدن حول ایده‌های مترقی را دارد، در تاریخ معاصر ما همواره محل سرکوب، کنترل و پاکسازی‌های رسمی و غیر رسمی حکومت‌های استبدادی بوده. ورود نیروهای امنیتی به حریم دانشگاه در ایران سابقه طولانی دارد که نخستین آنها به آذر 1332 برمیگرده. حمله های مهرماه 1401 به دانشگاه های ایران از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تبریز و سرکوب گسترده دانشجویان در شرایطی صورت گرفته است که دانشجویان سراسر کشور در همبستگی و همراهی با جنبش آزادی خواهی مردم دست به اعتصاب و تحصن و برگزاری تجمعات اعتراضی زدند. پیوستن برخی از استادان به صف دانشجویان پیشرو از جمله وقایع خجسته برخواسته از بستر اعتراضات اخیر بوده. آماری که تا 14 روز از شروع این اعتراضها سازمان دفاع از حقوق بشر اعلام کرده، دست کم 80 کشته بوده و بسیاری نیز بازداشت شده و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. گفته میشه درصد زیادی از کشته شدگان و جوانان 16 تا 30 سال تشکیل میدن و در بین آنها آمار زیادی از کودکان کشته شده و زنان بالای 30 سال نیز اعدام شده است. تا 12 مهر نیز تعداد کشته شدگان این اعتراضات دست کم 154 نفر بوده. 17 استانی که کشته شدن معترضان در آنها گزارش شده عبارت است از سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان 12 نفر مثال، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، تهران، البرز، خراسان رضوی، اصفهان، قزوین، کوهگیلوی بویراحمر، زنجان، ایلام، آذربایجان شرقی، بوشهر و سمنان. در شهرهای ارومیه، اشنبیه، تهران، ایلام، ساری، اسلام‌آباد غرب، پیرانشهر، بوکان، کرمانشاه، قربه، ایوان غرب، آبادانان، قائمشهر، سردشت، سنندج دست کم 733 نفر زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین روز شنبه 16 مهر از تازه ترین گزارش خود درباره قربانیان اعتراضات جاری در ایران از کشته شدن 185 نفر که هویت آنان نیز مشخص شده است نوشت. همچنین از دست کم 185 نفری که در این اعتراضات جان باختند احتمالاً 27 نفر زیر 18 سال سن دارند. در این وضعیت و با این شدت سرکوب از همه جهات فرض بر این است که تا روز 16 مهر آمار از 185 نفر قطعا بالاتر است. خیلی از این جوانانی که بازداشت می شوند به قتل می رسند. در زندان ها تحت شکنجه با ضرب و شتم و هزار مدل دیگه که رژیم جمهوری اسلامی برای بازداشت شده های معترض به کار می گیره و باعث قتل اونها می شه. بسیاری که کشته میشن و جنازه آنها هیچ خبری داده نمیشه و بسیاری رو به نحوی سر به نیست میکنن و خیلی از موارد رو دیدیم که حتی برای تحویل جنازه فرزندانشون از اونها اخاذی میکنن و میلیون ها تومان پول باید پرداخت بشه بابت یک جنازه و مجبورشون میکنن که سکوت کنن و بعد در موردش حرفی نزنن.
بیشتر کشته شدگان با فشار نهادهای امنیتی به صورت شبانه دفن می‌شوند و خانواده‌های آنها برای برگزار نکردن تشییع جنازه علنی تحت فشار قرار دارند. در همین حال بسیار از خانواده‌ها تهدید شدند که در صورت اطلاع رسانی با اتهام‌های رسمی قضایی روبرو خواهند شد و به همین دلیل است که نمی‌توان آمار دقیقی از کشته شدگان به دست آورد. بسیاری از هویت کشته شدگان احراز شده که در آخر خدمتتون عرض میکنم، چند تا از اونا رو محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر، ضمن هشدار جدی درباره خطر شکنجه و آزار بازداشت شدگان، استفاده از سلاح جنگی علیه معترضان و کشتار معترضان را جنایت بین المللی عنوان کرد. نیروهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به دستور مقام جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری 1401 ایران با وحشیگری دست به سرکوب خونین معترضان زدند. نیروهایی از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش که زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح هستند در سرکوب معترضان نقش دارند. از نیروی انتظامی، پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس امنیت عمومی، فتا، یگان ویژه ناجا و نوپو در سرکوب معترضان دست داشتن و دارن. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدای از نیروهای خودش از نیروهای بسیج هم استفاده میکنه. همچنین از گروهی به نام نیروهای خودجوش سرزمینهای اسلامی نیز استفاده میشه. توی این مدت دیدیم که چگونه جوانان رو به طرزهای فجیح مختلفی که دیگه هیچ رژیم سرکوبگری از این روش رو استفاده نمی کنه کشتن. خیلی ها رو هم که اصلا ندیدیم و اصلا قابل وصف نیست به قاعدت این ها. بزرگترین و بیشترین جرم و جنایت در 43 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده که تنها توسط نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته. اقشار جامعه ایران تنها نظارگر این امور بودن. حاکمان جمهوری اسلامی در کشتار جمعی به تیربار بستن مردم در نیزار، پرتاب کردن مردم از بالای پل، اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی، تعرض به ناموس مردم در خانه‌های عفاف و زندان‌ها، تخریب محل زیست، هتک حرمت، ضبط اموال، تعرض به حریم خصوصی و زدن جیب مردم، دست همه را از پشت بستن. قوه قضایی جنایاتی مثل سنگسار و قطع دست و پا و انگشتان و اعدام و شکنجه را به اسم انجام تکالیف الهی انجام می‌دهد. در رابطه با جمعه خونین زاهدان هم که حرفا بسیار است و ناگفتنی. ببخشید. با گذشت چند روز از کشتار بیرحمانه در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان کشته شدن 91 نفر را اعلام کرد. در میان کشته شدگان نام 7 کودک و نوجوان به چشم می‌خورد. قتل عام گسترده‌ای که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در روز جمعه 8 مهر ماه در زاهدان به راه انداختند تا کنون 91 کشته داشته که تعدادی از آنها کودک و دست کم 4 شهروند نیز 18 ساله هستند. بسیاری از فعالان بلوچ هشدار دادند به دلیل عدم ارائه خدمات پزشکی به ده‌ها مجروح این درگیری که وضعیتشان وخیم گزارش شده، احتمال افزایش تعداد کشته شدگان نیز وجود دارد. یک کودک 2 ساله با نام نامشخص و نام خانوادگی میرشکار، امید سفرزهی 17 ساله، کودک 12 ساله به نام جابر شیروزهی فرزند احمد، کودک 11 ساله به نام جواد پوشه فرزند احمد، کودک 14 ساله به نام سدیس کشانی، کودک 16 ساله به نام محمد اقبال نائب زهی و کودکی 16 ساله به نام سامر هاشم زهی کودکانی هستند که تاکنون نام آنها به فهرست کشته شدگان قتل عام روز جمعه زاهدان اضافه شده است. اما به گفته بسیاری از فعالان بلوچ، با توجه به اینکه کشته شدگان منطقه شیرآباد زاهدان فاقد شناسنامه هستند، هویت برخی از افراد از جمله کودکان تاکنون احراز نشده.
همچنین گفته میشه نیروهای سرکوبگر از چنین جملاتی برای صحبت با مردم نازنین بلوچ استفاده میکنن. مگه تو ایرانی حساب میشی که خودت رو قاطی کرد؟ برو خدا رو شکر کن که یارانه رو صدقه سری آقا میگیری. یا تو که شناسنامه نداری الان بکشمت مگه آدم حساب میشی؟ بسیاری از فعالان حقوق بشری و کاربران در شبکه‌های اجتماعی کشتار نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در زاهدان را جمعه خونین و جمعه سیاه زاهدان خواندند. رژیم جمهوری اسلامی ایران از پردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران برای مقابله با اعتراضات و ساخت و خواستهای اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران دست به کشتار جمعی و قتل عام‌های بسیاری زده است و صحبت از کشتار و جنایت‌های این نظام بحثی نیست که بتونیم به طور کامل بیانش کنیم. بر اساس گزارش‌های نهاد حقوق بشری کشته شدگان از 17 استان هستند، ولی استان‌های سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان و آذربایجان غربی بیشترین قربانیان را داشتند. نمونه‌های زیادی از کشتار رو داشتیم که این مدت به طرز فجیحی باهاش روبرو بودیم. از نیکا شاکرمی که معلوم نیست دست چه شیادانی افتاده و سارینا اسماعیل زاده، امین معرفت، پویا شیدا و بسیاری که زیر 18 سال سن داشتن، یا افرادی مثل یحیی رحیمی که پشت پراید هنگام بوق زدن کشته شد، هنانه کیا 23 ساله، عبدالله محمود پور اگه اشتباه نکرده باشم، و میزان حقیقی 21 ساله. محسا موگویی و خیلی از جوانهای نازنینی که هنوز به 25 سالگی هم نرسیده بودن و برای این آزادی و ریشه کنی ظلم از زندگیشون گذشتن. صحبت در این مورد اصلا قابل اجرا شدن نیست و ما هر چقدر هم بگیم از جنایت جمهوری اسلامی اصلا مطلب رو نمیتونیم ادا کنیم. به قدری که به ما بدی کردند و واقعا نمیدونم باید چی بگم دیگه. به امید آزادی وطنمون و لبخند جوانان، سپاس از شما که تا اینجا برنامه با من همراه بودید. مایکتون بسته است خانم بجن. ممنون که گفتی. ممنون از شما آقای حاتمی، ممنون بخاطر سخنرانی که انجام دادید. دوستان اگر موردی هست که اضافه کنید بفرمایید. در غیر این صورت بریم سراغ بحث آزاد، حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. خب با توجه به اتفاقاتی که در حال حاضر در ایران در حال وقوع هست که فکر میکنم حدوداً یک ماه داره از این اتفاقات میگذره با محوریت زن، زندگی، آزادی، حالا اسمش انقلاب یا هر چیزی که میتونه باشه. یه متن جالب الان خوندم توی توییتر، یه قسمت رو براتون میخونم. نوشته بود که یک ماه از آغاز انقلاب علیه دیکتاتور گذشته و تا الان 24 بار پایان فتنه از طریق رسانه‌های داخلی اعلام شده. یعنی بعد از هر اتفاق و فجیعی که توی ایران میفته یک گزارشگر میاد و پایان فتنه رو اعلام میکنه. متاسفانه توی این مدت خیلی وقایع دردناکی اتفاق افتاد. خیلی از جوان‌ها جونشون رو از دست دادن، خیلی از خانواده‌ها داغدار شدن. چه برنامه‌های مسخره که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شاهدش نبودیم. اعتراف‌های بزو خانواده‌هایی که مجبورشون کردن بیان جلوی تلویزیون، صحنه‌سازی‌هایی که اتفاق افتاد، وضعیت دردناک دانشگاه شریف رو داشتیم و نهایتاً هم دیشب که این اتفاق سخت و ناراحت کننده و عجیب برای بازداشتگاه اوین افتاد.
ولی چیزی که تا الان خیلی خوبه به نظر من، امیدیه که توی دل همه هست و هممون اینجوریم که قراره این دفعه اتفاق بیفته و لفظ عامیانه ترش دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، هست و این خوبه. این یعنی این که نسلی که باش مواجهیم نسلی که مثل ماها شاید نیست، با هر چیزی آروم نمیشن. جالب بود توی توییتر از این نظرسنجی که گذاشته بودن، حالا به معلوم نظرسنجی که شما رأیتون آری یا نه به جمهوری اسلامی که 99.9% نه بود، خیلی از همین در 80 ها پرسیده بودن که اوکی ما گشت ارشاد رو حذف میکنیم، موافقی؟ همه گفته بودن نه. یکی دیگه از نظرسنجی این بود که خب ما بهتون اینترنت نامحدود میدیم با سرعت بالا، بیاین تموم کنیم داستان، گفته بودن نه. و واقعا خوبیش اینه که به نظر من هدف مشخصه، چیزی که معلومه دیگه اینی که هست نمیخوایم، اصلاحات هم نمیخوایم و نیاز به تغییرات کلی و اساسی داره این اتفاق. ولی خب متاسفانه هر انقلابی باید بهایی داده بشه بالاش که اون بها خیلی چیزای زیادیه و دردناک، جون آدم ها و اتفاقاتی که این چنینی میفته، زندانی هایی که کسی ازشون خبر نداره. اما در مورد حق دنیای زیبا و آزاد برای همه صحبت کنیم. خانم ویرجندی بفرمایید. درود مجدد خدمت همکاران عزیز. خانم دژم گرامی، در واقع شروع این همون انقلاب اسمش رو بذاریم، واقعا شاید اولش یه جنبش بود ولی الان واقعا انقلابی صورت گرفته. بخوایم صحبت بکنیم، ببینید در مجموع درسته از کشته شدن مهسای عزیزمون شکل گرفت، ولی این نشون دهنده در واقع اون تبعیض اساسی که توی کشور ما وجود داره و اون حقوق شهروندی و اون حقوق ذاتی مردمی که توی کشور ما نادیده گرفته شده. اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم که ببینید، نه برای زنان نماینده ای ما داریم، نه برای کودکان داریم، نه برای آموزش پرورشمون داریم، نه برای دانشجوامون داریم، نه برای ادیانمون داریم، نه برای کارگرانمون داریم. یعنی ما هر کدوم اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، ما هیچ نماینده ای از خود مردم و همدل با مردم و اون کسی که گویند سخنگوی مردم باشه ما در این حکومت نداریم و این تبعیضا همینجور انقدر به مردم وارد شده که به هر حال عین دقیقاً این تشبیه خوبیه که گفتن تو این 44 سال اون فنریه که جمعش کردن و اینجا دیگه اون فنر در رفته واقعا و دستشون بیرون اومده. اما نکته مهمی که هست همین حق داشتن زندگی زیبا و آزاد برای همه، الان نظرسنجی که شما فرمودین برای حق اینترنت، برای اینه، یعنی یه چیزای یه حقوق خیلی خیلی جزئی، یعنی پایه‌ای در واقع که بخوایم در نظر بگیریم که میان نظرسنجی میکنن و اینطوری. اما این که بردارن این مسائل رو اشخاصی مثل اون رائفی پور اگه اشتباه نکنم یا زاکانی شهردار، یا ببینید مثلا میاد با توهین، اینا خیلی بده، یعنی اینا هی به جای اینکه بیان درستش هم بکنن بدتر هم دارن میکنن، بیشتر دارن زخم مردم رو نمک میپاشن. وقتی برمیگردن به این انقلاب مردم، به این جنبش مردم، میگن که از سر هیجاناتیه که تو دوره کرونا جوان ها توی خونه بودن، حالا الان این هیجانات ریخته بیرون و از اون طرف زاکاری میاد پیشنهاد خانه های افاف میده، میدونید یعنی اینا، من نمیدونم اینا چی کار دارن میکنن، این حرف ها چرا دهن اینا رو حداقل نمیبندن؟ اگر فکر میکنن حتی به این مرحله رسیدن که انقدر فاصله بین دولت، حال دولت که ما قبولش نداریم و مردم ملت افتاده، نه تنها پرش نمیتونن بکنن بلکه بدتر دارن، واقعا دارن بیشتر میکنن، که البته ما خوشحالیم که این اتفاق داره میفته چون همچون مردم هم دارن بهتر بیشتر متوجه میشن و این فاصله بیشتر میشه که
به امید خدا میریم که پایان جمهوری اسلامی. من حالا باز نکات دیگه یا حتما میگم خدمتون، زیاد وقت دوستان رو نمیگیرم. ممنون از شما. بفرمایید آقای احمد. درود و وقت بخیر به همگی. ببینید یه نکته خیلی خوبی اولش گفتیم، بازه کرونا، اینا هم فهمیدن کرونا چه کاری کرد. ببین کرونا باعث شد مردم وقت بیشتری داشته باشن و لاجرم حکومت مجبور شد مردم مجهز کنه به اینترنت. افراد نشستن خونه دیدن تفاوت ها چیه، زندگی زیبا چیه، زندگی نرمال چیه، خواسته ها رفت بالا. بعد وقتی ضریب نفوذ اینترنت زیاد میشه، آدم ها ارتباط بیشتر میگیرن. اون چیزی که ندیده بودن رو در همه جای ایران دیدن، که طرف با یه کارگری، با یه حقوق کارگری ساده میتونه آرزوهاش، آرزوی عادی که زندگی نرمالی داشتن یه ماشین یا خونه رو فراهم کنه، حتی یه خونه اجاره‌ای باشه، چیزی که تو ایران الان سخت به دست میاد. خب بعد مثلا شما دیروز میبینید حمله میکنن، مثلا زندان اوین آتیش میزنن، سریعا منتقل میشه خبرش. قبلا اینجوری نبود، یعنی مثلا سال 88 اینقدر نفوذ اینترنت بالا نبود که اینقدر سریع خبر مخابره بشه، مردم بیان دم زندان اوین شلوغ کنن، اعتراض کنن. همزمان مثلا ببینید چقدر سریع این قضیه منتقل میشه که پلیس آلمان مجوز میده که این تظاهرات. ما در سال 88 هم چیزی رو نداشتیم، دقیقا برای آزادی و آگاهی تو ایران به مردم نشستن مقایسه کردن دیدن چیه و الان مطالبه میکنن آزادیشون و حقوقشون و برابریشون و آزادی اجتماعیشون. متاسفانه برعکس مردم، جمهوری اسلامی نمید همین قضیه رو بوده خودش برای بقای خودش لحاظ کنه که آقا مردم الان این خواسته هاشون چیه، چرا پافشاری کنن رو آزادی مدنی، آزادی مدنی ندیم بهش. نه حتی اینقدر کنزهنن، اصرار به چیزی دارن که دیگه نخنما شده. دو 200 کشور فقط خودشون و افغانستان هم که اجابه اجرایی اینا متاسفانه خیلی عقبه. امیدوارم که زودتر تا اینکه نفهمیدن بعد چیکار کنن هست شد، چون اینا اگر بفهمن بعد چیکار کنن یه 5 سال 10 سال 20 سال دیگه هم زمان میخوره. متشکرم. ممنون از شما. آقای احمدی خواهش می‌کنم. بعید میدونم آقای احمدی خواهش دیگه بفهمن، چون تا همین الانش هم هر راهبری استفاده کردن تکراری بود دیگه، دو قبلا انجام داده بودن و واقعا دستشون برای مردم رو شده. جناب فرمان میشنم شما رو. درود خدمت همه همکاران عزیز. اول میخوام تشکر کنم از همه دوستانی که سخنرانی داشتن، چقدر خوب بود، مفید بود، ممنون. و اینکه میخواستم در خصوص صحبت خانم بیژنده بگم که یه چیزی وجود داره به اسم شهوت به ثروت، یعنی تمایل شدید و دیوانه با به مسائل جنسی هم شهوت داره، به قدرت هم هست و خطرناکترین نوع شهوتی که تا الان شناخته شده و چیزی که الان وجود داره تو کل دنیا و از این خطرناکتر وجود نداره، شهوت به قدرت. و الا الان شما نگاه کنید اون سران بالای جمهوری اسلامی پول ندارن، دارن دسترسی به نمیدونم به مسائل شهوترانی ندارن، دارن غذای خوب نمیخورن، میخورن. اصلا این مسائل ملاک نیست. وقتی که میرسن به اونجا دیگه اون قدرته هست که باعث میشه اون هی آتش بیشتر طلب قدرت و داشتن این جایگاه باعث میشه که اون طرف نفهمه که داره چی میگه. خیلی ها میگن که از اولش مثلا خامنه‌ای دیکتاتور بوده، یا خامنه‌ای نه اصلا هر کس دیگه دیکتاتور بوده. این نیست، اولش نرمال مثل همه بوده، بعد یواش یواش این مزه قدرت، پول، ثروت، شهوت، همه اینا رفته تو دهن این بهش مزه کرده. این قدرت هی بیشتر اینو گرفته، رفته بالا، الان تو جایگاهی که وایستاده و میگه من این کار رو میکنم یا اونا اختشاش کردن، واقعا باور داره که حرفش درسته، چون نسبت به این چیزایی که شما میگید کوره. و به خاطر همینه که یه نفر میاد مثل یه حالا واقعا من بعض وقتا دوستان میگن مثلا مثل حیوان، ولی من اینو خیلی ناراحت میشم، چون حیوانات یه سری قدرت اختیار ندارن و از روی به اصطلاح ذاتیشون یه سری کارهایی رو انجام میدن. نمیشه اسم حیوان گذاشت رو بعضی از افراد که رو دو تا پاشون راه میرن. میشه گفت انسان نما،
مثل لفظی که دارن استفاده میکنن، پلیس اومده تو خیابون مردم رو زده، بعد اومده رئیس پلیس سرون میگه پلیس نما هستن، انسان نما هستن که میان و میشینن به خاطر اون تغذیه‌ای که داره میشه از جمهوری اسلام بهشون، حالا یا لحاظ مالی یا لحاظ فکری یا هر چیز دیگه ای، باعث میشه که بیان بشینن این خودعولات بگن. این خودعولات هم که میگن هر چی، اگه بگن خوبه دامن زدن، بگن بده دامن زدن، چون این دیگه کلا یه چیزیه که ریخته دیگه جمع نمیشه. و این نکته بود که من به ذهنم رسید، گفتم بگم تکمیل کنم صحبت ها رو. خانم بیرجند ممنون که وقت به من دادید. ممنون از شما. بفرمایید خانم بیرجند. ممنون، مرسی. میخواین آقای پرویزی صحبت کنن؟ چون مثلا آره من با آقای پرویزی صحبت میکنم. بفرمایید جناب پرویزی، اول شما رو بشنویم. ممنونم دوستان، مرسی. ببخشید خانم بیرجند، دستتون درد نکنه. دوستان من نمیدونم، یه خورده دیدگاه هم متفاوت تره، تقصیر خودم هم نیست. من بیشتر در تمام مقاطع بیشتر سعی میکنم جنبه منفی قضیه رو ببینم، نمیدونم چرا، ولی امیدوارم که صحبت‌های من به قول معروف کسی رو دلخور نکنه، ولی واقعیت‌های روزگاره، واقعیت جامعه ماست، باید اینها رو بهش بپردازیم. اگه نپردازیم واقعا همین اعتراضی که به انقلاب داره تبدیل میشه ممکنه به قهقرا بره. داشتن یک دنیای زیبا خیلی خیلی عالیه، یه چیزی که ایدئال هم است، مطلوب هم است. اما من در این اعتراضاتی که الان داره تبدیل به انقلاب میشه و مطمئنم که این اتفاق میفته، چیزهای منفی زیاد دیدم، یعنی خیلی بد. ما هنوز به اون سطح آگاهی نرسیدیم متاسفانه، یا بهتر اسمشو بذارم توهم آگاهی، یا بگم که ادعای آگاهی. ببینید اساس این جنبش، این اعتراض، این انقلاب برای حقوق زنان بود، یعنی حقوق پایمال شده زنان، و این اصلا استارتش از این قضیه خورد. اما من دارم میبینم کف خیابون ملت برای احقاق حقوق زنان دارن فحاشی میکنن به زنان. یعنی ما داریم خواهر و مادر و نمیدونم همسر پلیس و نمیدونم همه رو میشماریم برای که میخوایم حقوق زنان رو بگیریم، یا اینکه درکی از آگاهی نداریم، درکی از حقوق نداریم، یا اینکه واقعا من اصلا میگیرم اصلا کل شعارها، متاسفم این جمله رو میخوام بگم، اغلب زنان هم دارن فحاشی میکنن، یعنی خودشون هم دارن فحش میدن، فحش به خواهر و مادر پلیس میدن. به این که دارم میبینم مثلا یه کودک 10 ساله، ما داریم خودمونم نسل سوزی میکنیم، یه کودک 10 ساله شمشیر گرفته دستش و وسط خیابون داره داد میزنه، و توی فضای مجازی چقدر تبلیغات میشه برای این که آی این شما مثل این مثلا هیچ چیزی ندارید، اونایی که نشستن تو خونه. حالا نمیخوام از کلمات رکیکی استفاده کنم چون پخش زنده است و نمیشه بوق گذاشت روش، ولی واقعا یه وقتایی آدم بهش بر میخوره. این که ما هنوز در ذهن مردممون هنوز به این صورته که عذرخواهی میکنم این جمله رو استفاده میکنم، آلت مردانه نشان قدرته و آلت زنانه نشان مثلا حقارته. وقتی با این تفکر ما داریم انقلابی میخواییم بکنیم، من به نظرم تهش چیز قشنگی نمیبینم، یعنی اون انقلاب ایدئال من نیست، اون چیزی که من دنبالشم و در ذهنم هست واقعا نیست. چون ما الان داریم یه دو کودک رو تشویق میکنیم به خشونت، آی بزن، بزنی میزنیم، الان دیگه جدیدن میگه هر کیم گفت نزن بزن، هر کیم گفت بده بزن، هر کیم گفت قشنگه بزن. خب ما چه تفاوتی داریم الان در انقلابی که صورت گرفت سال 57 چه کارهایی انجام دادن؟ ما دقیقاً 40 سال فعالین سیاسی، آدمهای سیاسیون، نمیدونم فعال حقوق بشر، تمام مردم داشتن عمل کرده، مردم در زمان انقلاب رو داشتن نقد میکردن، همین انقلابیونی که الان مسئولن.
زنی رو که در وسط خیابون آتیش زدن بابت اینکه آشپز مثلا دربار بود. ما الان هم داریم همین کارو میکنیم. چند روز پیش در نمیدونم کجا یک بسیجی رو آتیش زدن وسط خیابون. اگه داریم اسم حقوق میاریم، نمیدونم، من متاسفانه وقتی هم حرف میزنم همه جبهه میگیرن، همه میگن آی تو حالا خوبه جلسات خودمون مشکلی نداره، ولی واقعا از بیرون هر کی من باشون صحبت میکنم عملا جبهه میگیرن، میگن ای تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی، میگم نه من طرفدار حقوقم، من دنبال حقوقم. اگه میخوایم حقوق زن رو بگیریم با فحش شدن به زن نمیتونیم حقوقش رو بگیریم، اصلا صلاحیت اینو نداریم که وقتی یه کسی فحش میده و یکی که دفاع میکنه از این فحاشی ها بعد بیاد ادعا کنه که ما میخوایم حقوق زنان رو رعایت کنیم، اصلا صلاحیتش رو ندارن. یا کودکی که ما الان شما یه دوره درمان برای یک انسانی که بیمار روانیه یا بیماری که خشونت داره، دچار خشونته، شما میخوایم ببرید تو دکتر روانشناس باهاش صحبت کنه، حداقل یه پروسه زمانی 6 ماه تا 1 سال زمان میبره. همین رو اگه گستردش کنید بیاریدش تو جامعه، یه پروسه بازه حتما 30 سال 40 سال نیاز داره تا بتونه این خشونت رو از توی این جامعه بکشه بیرون. ولی متاسفانه داریم، نمیدونم، داریم اشتباه میریم. میتونستیم با کار فرهنگی، یه شعار زن زندگی آزادی تمام ستون انقلاب اسلامی رو لرزوند و تمام از پا همش خرابش کرد. یک آهنگ، یک ترانه برای آزادی آنچنان کوبنده بود که اصلا نتونستن جلوش مقاومت کنن. وقتی میتونیم با یه همچین ابزاری، با یه همچین کارهایی اینقدر قشنگ انقلاب کنیم، چرا فحاشی، چرا اینقدر خشونت برای کودکانمون که وسط خیابون وایسن و فحاشی کنن؟ این داریم، من نمیدونم، حالا شاید من دیدگاهم خیلی منفیه، ولی واقعا من ته این انقلاب با وجود اینکه این مردم برنده میشن، ولی ما داریم به خودمون میبازیم، چون جامعه رو داریم بعدش خراب میکنیم. یعنی دقیقاً داریم، من از همین الان میگم یک انقلاب 57 دیگه در سال 1401 داره اتفاق میفته. امیدوارم که این به زودی این اثرات زود متوجه بشن و برداشته بشه، وگرنه تهش آینده قشنگی من نمیبینم. انقلاب میشه ولی بعدش اون فجایعی که پشتش هست واقعا خیلی زیاده. مرسی، ببخشید من اگه زیاد صحبت کردم. ممنون از شما آقای پرویزی. من خودم با بخشی از صحبتاتون موافقم، به خاطر اینکه همونطور که ما توی همه اکثر جلسه های کانون راجبش حرف میزنیم، ما در ایران واقعا مشکلات ریشه ای فرهنگی داریم و مشکلاتی که حل نشدن و حالا دارن از گوشه کنار حالا همین تظاهرات و اتفاقا میزنن بیرون، و به قول شما امیدوارم که نهایتا اینا منجر به اتفاقات بدتری نشه در آینده برای آقای پورمند. بفرمایید خانم بیرجندی، نوبتشون بود. شما صحبت بکنید خانم بیرجندی. از خودم نه، خواهش میکنم. آقای پرویزی توی جلسه دیگه هم بودیم، ما با همدیگه شما خطاب کردید به دوستان، گفتید که دیکتاتور، من از تونم پرسیدم، گفتم چرا حرف میزنید، دیگه پاسخ ندادید. من الان بازم دارم بهتون میگم طرز فکر شما محترمه، بسیار خوبم هست، ولی فکر نکنید که شما نقطه حق ایستادید و تمام. نه، شما یه دیدگاهی دارید و دیدگاه شما برای خودتون قابل احترام، نقطه، و شما نمیتوانید، نه شما نه بنده، کسی نمیتواند برای دوستان و عزیزانی که کف خیابون هستن تصمیم گیری کنه. کسی که کف خیابونه داره مبارزه میکنه، توی مبارزه، توی جنگ، نگاه کنید جنگ، اگه توی جنگ وارد شدی یا باید بری توی میدون با هر سلاحی که داری، یا اینکه نباید بری تو میدون. اون که موزیسین بوده با آهنگش اومده تو میدون، اون کسی که به اصطلاح هنرمند بوده کاریکاتور کشیده کارهای هنریش انجام داده، اون کسی هم که یدی بوده رفته توی میدون داره مبارزه میکنه. توی میدون مبارزه به همدیگه شیرینی و شکلات نمیدن، به همدیگه نمیگن قربون مادرت برم بیا برو. هیچ ربطی، اون فوشی که شما داری میگی هیچ ربطی به این نداره که بیاد نماد تبعیض باشه، اون یه فوشه، مثل الانی که تو آلمان داری یه فوش میده.
حالا اون منظورش به اینه که یعنی اون طرف که یه فوش آلمانی میده با اون، یعنی که اون مثلا توش از کلمه سگ استفاده میکنه، منظورش اینه که اون سگ نمیدونم الان داره از حقوق حیوانات مایه میذاره. این نیست، این یه چیز طبیعیه که توی جامعه الان جنگی وجود داره. الان تو جنگه، اگر من و شما اینجا بشینیم به هم دیگه فوش خوار مادر بدیم، اون اصلا اون هزار تا ایراد بهش وارده، چون من و شما نشستیم داریم با هم گفتگو میکنیم، سر میز گفتگو هستیم، من یه نظر دارم شما یه نظر دارید، با هم دیگه میگیم، یکی شما میگه یکی من میگم. ولی اینی که من بخوام بشینم اینجا برای خودم از طرف خودم نسخه بپیچم برای کسی که تو ایرانه، تو میدونه، زنش، بچهش، خواهرش، مادرش، پدرش یا هر کسیش شاید کشته شده باشه، شاید دستگیر شده باشه، بعد من بیام بشینم با اون بگم نه میدونی چیه، شما باید بگید که ما حق ما را میخواهیم، نقطه. خب این نمیشه، این اصلا راهش نیست. این برای پشت میز مذاکره، وقتی رفتی تو میدون جنگ، میدون جنگه. این چیزایی بود که گفتی. بعد گفتی یه چیزی پرس... چیز گفته بودی راجع به ها، گفتین آتیش زدن یه دونه از این افرادی که بوده رو. اتفاقا شما میگید که آتیش زدن، پس چه فرقی کرد با اون؟ این قیاس معل فارغ، اصلا هیچی. شما داری میگی من میرم تو جنگ، مثل این میمونه که شما بگی 8 سال اینا رفتن عراق و آنتراک کردن که با ایران جنگ کنه، بعد اومدن الان مثلا قواسوی ما، تکاوروی ما که رفتن اونجا، به عراقی ها بگن نگاه کنید نکنید کارو لطفاً، اگه پسر خوبی باشیم ما براتون حتما آب نبات خورست و قندی و نمیدونم این چیزا میخریم بهتون میدیم. خب نمیشه دیگه، طرف تفنگ دستشه داره به تو شلیک میکنه، هدفش هم سر و سینه و قلب توه، هدفشه که جون تو رو بگیره. بعد این وسط یه چیزی مبهمه، یعنی یا خیلی من میخوام خودم رو روشنفکر جلوه بدم که بگم نه خواهش میکنم تیر نزن، تق میزنه میکشتش، یا اینکه نه من نمیدونم چه خبره، میگم خب نه کاش که نمیزدن، و الا من نمیتونم اینجا بشینم تصمیم بگیرم برای اونی که تو میدونه. بازم دارم میگم، حالا میگم یه دور صحبت کنیم، بازم من علاقه دارم صحبت دوستان بشنم و بعد صحبت میکنیم. ممنون. ممنون از شما آقای فرمان. بله همین تبادل نظر هاست که به نظرم خوب و مفیده. آقای احمدی خب بفهم. وقت همگی بخیر. ببینید آقای پورمن، آقای پرویزی اصلا نسخه واضحی که چی نگاه نظرش رو بکی، میتونی نظرش رو بکی، نمیخواد چپه بگیم، لازم نیستم چپه بگیم. حرف آقای پرویزی هم جمالت اجرایی نداره، یعنی آقای پرویزی کسی نیستش که در یه احرام فشاری داشته باشه و شما یا امثال شما یا هر کسی که پای میدونه به قول شماست این کار رو حتما مجبورش انجام. پس این حرفی که شما میزنی منطقی نیست. آقای پرویزی کسی رو نمیتونه مجبور کنه و اصلا نیتش هم نیست، داره آگاهی میده. بعد ما وقتی میگیم آقا خوبی بازه هم است، بعدی بازه هم است، مشکی مشکیه، حالا میخواد خونه من رنگش مشکی باشه، تو خونه شما مشکی باشه، مشکی همیشه مشکیه. وقتی ما میگیم دنیای زیبا و آزاد برای همه، یعنی اینکه ما میخواییم حکومتی که رفت حکومت خوبی بیاد، ما با این سیرتت خشونت و خشم و اینا قاعدتا همونا یا افرادی با همون دید میان سر کار بیارن، اصلا اون میشه کف خیابان تهران الان داره مبارزه میان، همون خشونت رو میارن تو حکومتش، همون میشه که حالا جمهوری اسلامی با ابو عمامه کرد، اینا با کروات میکنن یا با شلوارک، فرقی نداره. به نظرم مزایای پرویزی این بودش که این خشونته داره نهادی نمیشه در افکار مردم. من نمیخوام فردایی فقط جمهوری اسلامی بره، که من میخوام فردا آزادی من لحاظ بشه، فردا من نوعی یا آقای پرویزی یه نظری دادیم، نه یعنی که آقا چرا شما چیز بازی حکم دادی، حکم نداده، نظرش رو گفت. الان مشکل تو جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی مثلا میگه من نمیخوام حجاب داشته، بعد این نمیدونه، بعد با سرب داغ جوابش رو ما باید قبول کنیم آدم ها بتونن حرف بزنن. ببین الان تو یک جلسه ببین کوچیکی شما ناراحت میشی که آقای پرویزی نظرش رو گفت، و فردا جمهوری اسلامی بره مثلا چه میدونم سکولار دموکرات مثلا چپ فلان مارکسیستی بیاد یه اسمی بذاره روش، بعد حرف میزنه مثلا یه نفر مثل آقای پرویزی یا مثل من
و خب منو میگیرن اعدام میکنن دیگه، میگن فاحشی نسخه پیچیدی، یا طرد میکنن یا مقابله میکنن یا چه میدونم مؤدبانه با ادبیات تو دهنم میذارن. اینجوری میشه که ما دنبال این نیستیم فقط فرد بره یا سیستم بره، ما میخوایم سبک رفتار عوض شه. از همین الان هم باید شروع کنیم. بچه که 10 سال 15 ساله با چی میاد فوش میده؟ با چی اصلا این سرنگ خوبه؟ جمهوری اسلامی بده هر کی بیاد فوش بده، هر کی هر سر آتیشش بزنه. ما نمیگیم حق حیات، حق حیات واسه همین مخالف من هم باید حق حیات داشته باشه دیگه. ما اگه بخوام اینو در نظر نگیریم، خب الان جمهوری اسلامی میگه چه میدونم فلان کسک تو زاهدان مخالفه من بوده، من گول بزنم تو سرش. خب اون از دید خودش میگه، ما از دید خودمون میشه دیگه، سنگ بنا بنده میشه. آدما باید یه مقدار تصمیم میگیرن، تفکرات مردم رو فکر بکنن دربارش، فرصت قانونی بدن از حرفی که میزنه دفاع کنه. و اگه اینجوری نباشه هیچ فرقی نداره، جمهوری اسلامی رو یه حکومت میاد شاید بدتر از اینا، شاید یه مقدار بهتر، ولی مشکل حل نمیشه. مشکل سر جاشه که آزادی مردم اصلا کسی مهم نیست، هر کی حق دوستان من فقط صدای آقای احمدی کار ندارم، یا شما هم نداری؟ نه صداشون قطع شد. آره آقای احمدی گفته میکنم اینترنتتون ضعیفه چون هم تصویرتون رفتن صدا. در حساب ما خانم بیرجندی ممنونم بفرمید خانم. خب چقدر زیاد شد. اول من یه چیزی راجع به صحبت اولیه آقای احمدی خواب بگم که توی این اتفاقی که افتاد فراموش کردم دقیقا صحبت اصلشونو، اما اون چیزی که من نوشته بودم این بود که جمهوری اسلامی هیچ گونه عقب نشینی نمی کنه، هیچ گونه هم مردم نمیده، به خاطر اینکه راجع به بقا صحبت کردن آقای احمدی خواب، به خاطر اینکه میدونه که اگه الان مثلا نسبت به هر چیزی از خواستای مردم کوتا بیاد، هی باید کوتا بیاد. خب این عمل دلیلش که نمیکنه این کارو. حالا موضوع بقا رو بخوایم در نظر بگیریم که به هر صورتی که هست میخواد بمونه. بعد موضوع بعدی که میخواستم بگم راجع به تصمیم گیرنده هایی توی کشورمون هستیم، کیا هستن؟ مثلا اگه بخوای مجلس خبرگان رو در نظر بگیریم، به غیر از یک مشت افراد سن بالا که حتی خودشون قدرت تصمیم گیری هم واقعا ندارن، دارن برای ما جامعهمون تصمیم میگیرن، در صورتی که این واقعیته که الان زندان اوین شده یک کشور، یعنی واقعا میتونن کشور رو اداره کنن، چون اکثرا نخبه‌هامون و افراد سیاسیمون یا کنشگرای مدنیمون حقوق بشر هر چی که بخوایم فکرش بکنیم داخل زندان اوین هستن. یعنی ما تصمیم گیرنده ها برای کشورمون تو حبس هستن و کسانی که واقعا اراده انجام هیچ کاری رو ندارن، حتی هم اتاق فکرشون هم درست کار رو میکنه و اینیه که الان داره میبینیم رأس قدرت هم. بعد آقای پرویزی فرمودن کودک. آقای پرویزی با احترام به صحبت های شما، متاسفانه توی این جنبی که الان هست و از گذشته هم بوده، به هر حال کودکی که میبینه پدر یا مادرش حتی از اون پنجره خونه دارن فریاد میزنن و شعار میدن، یا از صحبت‌های پدر مادر خانواده یا از مدرسه، حتی اگه مهد کودک هم بره، به هر حال بچه‌ها با هم ارتباطشون دارن، اینها رو میشنون، حتی پای تلویزیونایی که الان به هر حال میشینن تو ایران ماهواره‌هاشون روشنه، بالاخره کانالی هست که داره اخبار رو نمایش میده. پس این طبیعیه که اون کودکان دارن میبینن این چیزا رو، نه اینکه بگیم آموزش ما داریم میدیم. این اتفاقی که الان تو کشور ما افتاده و ناگزیره، در واقع چیکار کنم؟ مثلا پدرم میخواد اخبار ببینه، حالا بچه داره میشنوه، این یه چیزی که به هر حال میبینه یاد میگیره. اگه مثلا با یه شمشیر میره تو خیابون، من تایید نمیکنم اون کار فیلم انجام گرفتنشو پخش کردم، ولی به هر حال اون بچه حالا یکی دو مورد اینجوری فیلمش اومده، یه چیزیه که به هر حال یه چیز کودکانه است، یعنی منظورم اینه که نمیشه اونم سرزنش کرد. بعد کوتاه کنم موضوع بعدی که گفتین، اول با سوال میپرسم اینو، یعنی برای صحبت همه عزیزا اینو با سوال میپرسم که اگر که بخوایم بگیم ما بخوایم مثل اونا نباشیم چی کار باید بکنیم؟ راه حلتون چیه واقعا؟ با کی میخوایم صحبت بکنیم؟ مگه اجدهی نیومد گفت بیایی صحبت بکنیم؟ فرداش حکمی که اعلام کرد گفتش باید با چی میگن
اشد مجازات به قول معروف اینطوری برخورد کنیم با معترضان. اینا یعنی حتی یک ثانیه رو حرف خودشون هم نمیدونن. بعد اونا میخوان با کی صحبت کنن؟ نه لیدری داره این جنبش، نه رهبری داره، نه هیچی. و اینکه راهکار شما چیه؟ ما توی جنگ نابرابریم، اونا با اسلحه و در واقع وسایل جنگی خودشون در مقابل مردم هم. مردم با سنگ و دست خالی و احیانا حالا با کوکتل مولوتوف، یعنی دیگه این چیزیه که دیگه دستشون، یا این میخوایی که میندازن توی خیابون که لاستیکا رو پنچر بکنه. خب این یه جنگ واقعا نابرابره که داره صورت میگیره و چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از مردم؟ اگر واقعا برابر بود با هم دیگه، ما میتونستیم راجع به یه سری مسائل دیگه بیام صحبت کنیم، بگیم آره این است و آن است. اما توی این شرایط که الان مردم هستن، واقعا اگه راهکار دارین، اگه راه حل دارین که بخوایم بگیم اونا دارن میکشن شما نکشین، چی کار کنن؟ راهکار بدین. منم موافقم با شما، ولی وقتی دارم میبینم مردم چی کار باید بکنن وقتی اونجوری میزننشون، اونجوری میکشنشون، به بچه دبستانی رحم نمیکنن. و حتی کشتار زاهدان هم میخواستم بگم، خب مردم زاهدان چی کار کرده بودن؟ اونا رو چرا کشتن؟ و اونجوری با اون پهباد و هلیکوپتر و تیرانداز و به این صورت، خب چرا واقعا؟ الان ما باید بگیم مردم زاهدان خب بودن دیگه، ده رو سکوت کردن دیگه، از پریشب تازه اومدن دوباره تو خیابون، بازم با دست خالی اومدن، بازم با اسلحه نیومدن. پس من حداقل میتونم بگم اینجا تا اونجا که تونستن مردم اومدن اون کاری که نباید رو بکنن، یعنی اینکه خون در مقابل خون نباشه. ولی به هر حال یه سری از افراد هم داریم، ما اگه 20 سال دیگه هم بگذره این حکومت هم عوض بشه، مطمئنا تا اون فرهنگ تغییر بکنه، تا اون تغییرات اساسی ایجاد بشه زمان خواهد برد. و قضیه فوش هم در آخر حرفام بگم، فوش دیگه یه چیزیه که هست. من متاسفم برای این مسئله، اما حالا قول دادن همه که بعد از پیروزی ادب رعایت کنن. این چیزی که من شدم از همه. مرسی، ممنون. مرسی از شما خانم ایران. حرف من با گفتم که اولش با آقای پرویزی موافقم، اگر که از بر زاویه فرهنگی بخوام قضیه رو بررسی کنیم. اما یادم افتاد به سخنگوی شورای هماهنگی که گفته بود مردم شعارهاشون رو قبل از تظاهرات با ما هماهنگ کنن. بفرمایید آقای پرویزی، با این کاری شما. ممنونم از همه شما. من در خدمت شما عرض کنم آقای قربان عزیز، من تو جلسه قبلی هم شخصی خاصی رو مخاطب قرار ندادم برای اینکه گفتم دیکتاتور. بخون دیکتاتور کارش چیه؟ کارش اینه که آدم میکشه، ظلم میکنه، جنایت میکنه. خب اگه با این تفکرات ما بیایم جلو، اون تفکر هم دیکتاتوره، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی نمیتونیم بگیم که این مثلا چون که کراوات داره پس اسمش دیکتاتور نیست. قضیه همین دزدی و اختلاس دیگه، دزدی میکنه اسمش میذارن اختلاس، میگن جرمم نیست، اختلاس. این یه موضوع. موضوع بعدی، ببینید دوستان، بحث این نیست، بحث اینه که من سوالم اینه، ما داریم از دنیای شاد، حق دنیای شاد، زیستن شاد، زیستن سالم داریم صحبت میکنیم. من الان سوالم اینه، خانواده یک مثلا پلیسی که الان داره سرکوب میکنه، در انقلابی که انجام میشه، در آینده جایگاهش در جامعه چیه؟ آیا میتونه مثل یک فرد عادی زندگی کنه؟ با این تفکراتی که من از خیلی از دوستانی که واقعا دارن صحبت میکنن، نه در فقط این جلسه، در جلسات متوالی و اینکه در عامه که دارم میشنوم، قطعا نه، الان برای اینکه، ببخشید اینو دارم میگم، تمام اپوزیسیون ها، طرفداراشون همه دارن از این قضیه حمایت میکنن. شما الان بهش بگو الان روزه، میگن آره روزه. بگی شبه، میگن آره شب. چرا؟ چون که نیاز دارن که به این قدرت برسن، چون تفکراتشون اینه که به قدرت برسن. برای همین دارن همه جوری با مردم کنار میان، هزار جور وعده و وعید میدن. ولی من اینو خدمتتون عرض کنم، این قضیه که من دارم خدمتتون عرض میکنم، نه بحث اینه که چرا فوش میدن. من اگه شما خاطرتون باشه، تو همون جلسه هم خدمت دوستان عرض کردم، منی که اینجا نشستم نمیتونم برای دوستانی که وسط گود هستم بگم آقا لنگش کن.
این یه چیز واقعیه. من نمیتونم، شاید من اگر تو اون شرایط بودم منم همین واکنشات رو نشون میدادم. خب ولی میگم این راه صحیح نیست. این یک موضوع. دوم این که اکثر دوستانی که الان دارن فحاشی میکنن در کشورهایی هستن که نه جنگی وجود داره نه چیزی. توی آلمان یارو میره سفارت، توی سوئیس میره یارو تو سفارت حمله به سفارت میکنه. بعد اینو تو جامعه جهانی شما میخوای چی واکنششو نشون بدی؟ فکر کردی مثلا اونا میگن به به اینا چقدر آدمای متعصبی ان؟ عملا میگن معذرت میخوام اینجوری میگم ببخشید، عملا میگن چقدر اینا آدمای وحشی هستن. این عین واقعیته. ما پشت کلمات خودمون رو قایم نکنیم. ما میایم میگیم آقا جنگ، نه جنگ نیست. واقعیتش جنگی، اون جنگی که تو ذهن شما نیست. نه اینکه جنگ نیست، اون جنگی که شما فکر میکنید و اسمشو میذارن جنگ، نه واقعا نیست. ما میتونیم با اعتصابات، ما میتونیم با خیلی کارهای دیگه قشنگ این دولت رو فلج کنیم، این مجموعه رو فلج کنیم. خب اینجوری هم کمتر کشته میدیم، هم کمتر آسیب میبینیم. همین که اینجوری دنیامونو، معذر دنیای زیبایی که تو ذهنمون پروروندیم رو به لجن نمیکشیم، بعد نمیاریمش اونجا. هر جا بری فوش فوشه. فوش نه اینکه شما به یکی بگی سگ اون بعد بهش بر بخوره. فوشی که معذرت میخوام آلت زنانه رو به عنوان یک جسم حقیر داره حساب میکنه و آلت مردانه رو یک جنس قوی. این هر جا بری نشان تفکرات منفیه، نشان تفکرات زنستیزیه. شما نمیخواد اینو بگید مثلا فوش فوش تو حلوا خیر نمیکنن. این رو فوش میدن که اون طرف مقابل رو تحقیر کنن، فوش زنش میدن که تحقیرش کنن. این یه موضوع. موضوع بعدی اینه که این فوشی که میدن چه آثاری داره؟ آیا فوشه مثلا بهش میدی طرف میگه اوه این چون فوشم داد بلش کنم؟ خب بیشتر فشنگشو خالی میکنه. شما از هر جهت بهش نگاه میکنید بابا این فوشه خودش بیشتر آسیب میزنه. ممنونم، مرسی. من فعلا صحبت نمیکنم. ممنون. ممنون. آقای احمد خواب بفهم. دوباره ببخشید مدام جان. البته در جواب خانم بجندی، ببین ما یه چیزی داریم به نام تحسن و احتساب. نیازی نیست کسی بره مثلا کسی رو بکشه. چه تأثیری داره وقتی احتساب بکنه؟ مثلا احتساب که به حمل و نقل عمومی و تولید نفت بشه. اقتصاد ایران میخواد، اقتصاد همه جای دنیا، اقتصاد هم بخواد مجبور دولت کمرایی کنه، کاری که تو فرانسه شد، تو خیلی جاها شد، جواب داد. یک. دو اینکه مثلا دوستانی که طرفدار خشونت، مثلا به نظر شما حکومت ناراحت میشه خشونت مردم انجام بدن؟ 100% خوشحال میشه. شما اگه بزنید 10 تا 20 تا 50 تا موضوع وجود نه اصلا 1000 مگه حکومت بذاش مشکلی؟ اگر مشکلی بود جنگ ایران و عراق زودتر جنگ شد. هر چی بیشتر کشته بده به نفع حکومته. چرا؟ چون که اون نیروی سرکوبگری که داره میده انگیزه شخصی، بالاخره اون فرد دوست داره، خانواده داره، فامیل داره، اونا هم میان پشت کار، یعنی ادامه دارنده میشه، دوست میشه مسئله شخصی نه مسئله مالی. و حکومت هم خداشه، شما الان میری سفارت بعدش میاد خداشه. من چیزی که از این حکومت دیدم الان برن سفارت تو برلین آتیش هم میزنن خوشحال، مثلا سفیر آلمان بکش خوشحال. چرا دولت آلمان دیگه نمیتونه دفاع کنه مردم؟ یا یعنی ببینید اینا انقدر وحشیان، یه سفیری که تو کشور شما بوده آتیش زد، یعنی الان اگه فرصت داشته باشه سفیر میاره که خود مردم آتیش بکشه. اینا راحت مهرای خودشون میسن، اینا با افتخار بچه خودشون رو اعدام کردن. پسر آقای رضایی بود، راحت فرستادن دبی کشتن، طرف فرمانده سپاه بود بچه چه داد بکشن. و شما میترسین فکر میکنیم مثلا این چهار تا مأمور ببینن مهمه؟ میرن بین خودشون میان جمعای خودشون میان ببین الان ماورین تک تکتون آتیش میزنن، طرف واسه بقای خودش میجنگه. اون موقع دیگه برای جمهوری اسلامی نمیجنگه. اون موقع اگه بیاد واقعا ببینه بحث حجاب، بحث معیشتی مردم مشکل داره، میگه به من چه، اصلا مردم به هم، ولی خب من باید زنده بمونم. آقا یه بسیجی یه سپاهی ضعیف از نظر مالی هم قوی نیست، ولی مردم میدونن چه جنایتی کرده، یا با فردای جمهوری اسلامی من میگه آویزونم به آتیش هم میدم، میگه مثلا میشه شخصی. این انگیزه میده به نیروهای اونا. من نمیدونم مردم چرا این قسمت اصلا نگاه نمیکنن. بحث حقوق بشری، بحث انسان دوستی، حرفا ما یه طرف، بحث این که اینها خوراک میده به طرفدارای حکومت. یا آقا ببینید ما اصلا ناحق، ما بدتر آدم، ما بریم اینا شما را آتیش میزنن و چیزی که الان تونستن ده تا را آتیش زد. شما اصلا این به نکته را مردم نمیخوان توجه کنن.
و به نظر من بعد مردم آگاهانه بشه راحت میتونن اعتصاب کنن. اعتصاب کی سن میتونن برن تو خونش بگیرن آتیشش بزنن، بگیرن بزننش، ببرن زندان، که خیلی ابزارهای دیگه هست. مردم میتونن تظاهرات سکوت بکنن. اونا چیکار میخوان بکنن؟ مثلا کسی که در آروم رد بشه میخوان بگیرن بزنن. من این سال 88 نبود 3 میلیون نفر تونستن کسی زندان کنن؟ نه نتونست. ولی میگم یه مقدار آدم باید تفکرات کنه. دستی دستی سوژه دست اونا ندی، بخونه دستشون ندی. وقتی طرف میاد میره تو نروژ سفارت میگیره، معمولی که میگیرن چی میگن؟ میگن آقا اینا ببین، اینا حقشون، اینا شورشگرن، اینا قانون حالیشون نیست. دولتشون اینجوری فکر میکنن دیگه. میگن اینا یه ملتی هستن که آشوبگرن. او که دیگه نگاه نمیکنه آقا یارو چه فشار چه بدبختی داشته که به اون کار کرده کرده. میگه آقا این قانون کشور من نقصه، پس کشور خودش هم کار میکنه. متشکرم. مرسی، سپاسگزارم. اول بگم چرا با آقای احمدی خواه شاید شما ندیدین، ولی واقعا کسایی که من دیدم تو فیلم کنار خیابونم وایستادن، هیچ حرفی هم نمی زدن، در سکوت مطلق بودن هم زدنشون یا گرفتنشون بردنشون. اصلا اینو نگین برای سکوت لطفا، به خاطر که اتفاق افتاده و باشون برخورد کردن. اگه میگفتیم آره اینو امتحان نکردن، خودتون اشاره کردین به حتی همون 88 که در سکوت بود، اگر نکرده بودن و این برخورده باشه نشده بود، بله کاملا صحبت شما درسته. اما یه موضوع دیگه، منم معتقدم به اعتصابات، 100% معتقدم، و حتی من خانواده خودم، اطرافیان خودم باشه صحبت میکنم، تشویقشون میکنم که این کار انجام بدن. اما یه موضوعی رو در نظر بگیریم که حالا زمان پهلوی، یعنی انقلاب 57 اگه بخوایم در نظر بگیریم، شرکت نفت ما شرکت ملی بود، یعنی کارمندای ملی بود. اما الان شرکت های نفت و پتروشیمی اگه در نظر بگیریم، همین جایی که الان تازه مردم دارن اعتصاب میکنن، شرکت های پیمانکاری های کوچک هستن که دارن این کار رو انجام میدن. خب نسبت به گذشته در نظر بگیریم 40% مردم فقیرتر شدن، پول هستشون نیست، معیشتشون تو خطره. شاید 10 سال پیش طرف مثلا میگم یه مبلغ خیلی ناچیز جزئی داشت برای اینکه حتی یه هفته بتونه زندگی کنه، به قول معروف آب و غذای چیزی برای زندگیش داشته باشه، اما الان اینطوری نیست. یعنی اگه بخوان اعتصاب بکنن، فکر اینو که میکنن که واقعا ندارن که بتونن یه هفته دا، چون معلوم نیست چقدر زمان ببره، یه هفته، دو هفته، یک ماه. اول که اینو بگم، همکاری از طرف دو طرف باید باشه، یعنی حالا چه میگن صابخونه ها، چه میدونم کسایی که مغازه دارن، کسایی که پیمانکارن، شرکت دارن، قسط دارن، قرض دارن، هرچی، این یه اتحادی که باید با هم داشته باشیم. اما خب این یه دفعه اتفاق نمیفته، این به مرور زمان تا متوجه شن و بیان این همکاری رو بکنن، که الان خورد خورد داره، ریز ریز داره انجام میشه و میپیونده. اما واقعا اگر بخوایم در نظر بگیریم، حالا با این شرایط بد اقتصادی که تو کشور ما هست، من فکر میکنم برای این نظر منه، فقط میگم من فکر میکنم خب هست، میشه این اینجوری انقلاب به پیروزی رسون که تجمع بیشتر بشه، یعنی مردمی که به جمع معترضین در خیابان به پیوندن تعدادشون بیشتر بشه. شاید اونجوری اصلا احتیاج به اعتصاب هم نداشته باشه، وقتی جمعیت میلیونی باشه دیگه در مقابلشون دیگه چیکار میخوان بکنن. الان توی فیلم ها هم میبینیم وقتی تعداد معترضین یه جایی نسبت به نیروهای سرکوبگر بیشتره، نیروهای سرکوبگر پا به فرار میذارن. این خب دیدیم اکثرا توی خیلی از فیلم ها. پس اگه اون جمعیت بیشتر بشه، شاید به اعتصابات هم نیاز نباشه، حداقل سر کارشون رو برن، ولی بیان بعد از ظهر که تجمعات صورت میگیره یا ظهر یا هر ساعتی که هست، به مردم بپیوندن و اینو گسترشش بدن، که شاید از این طریق بشه هم جلوی خونریزی و مرگ و کشتار مردم کمتر بشه، و همین که اون کارگری که واقعا دیگه نون نداره برای زن زندگی و بچهش یا اجاره خونش رو، مجبور نشه که بمونه، چون هیچ حمایت مالی هم وجود نداره واسه اینا. اگه حمایت می شدن، این خیلی تأثیر گذار. مرسی، متشکرم. مرسی از شما. به نظر من این یه موضوع تقریبا ثابت شده است، یعنی ما تو همون اوایل اعتراضات اگر 80% آدم ها رو تو خیابون داشتیم، تا الان کار جمع شده بود، ولی متاسفانه
هنوز که هنوز یه ماه هم گذشته هنوز خیلی دو به شکن که کدوموری وایستن که منافعشون این وسط به خطر نیفته. آقای افشارزاده شما هم دستتون بالا بود بکنم یه لحظه و رفت پایین، حالا اگه خواستی مجدد من مایکو بدم به شما. جناب فرومند میشنویم ازتون. آقای افشارزاده صحبت میکنن؟ نه بفرمایید شما. باشه. چند تا نکته رو من یادداشت کردم بگم خدمتتون. اول اینکه در خصوص صحبت آقای عملی خواه، من فکر کنم اینترنتتون ضعیف بود، شما حالا یا صدای من درست نشیدین. طرز تفکر و انتقاد پذیری رو همه دارم، همینطور که آقای پرویزی نشسته رو به من دارم بهش میگم، به منم میگه، بهش میگم. این نبوده که من بخوام از طرز تفکر کسی ناراحت بشم. شما حتما اینترنتتون ضعیف بوده نشدید یا دقت ندید. یه نکته آقای پرویزی گفتن راجع به خانواده های بازماندگان اینا، یعنی بالاخره جمهوری اسلامی یه سری کارمند داره، یه سری خانواده به اینا وابسته هستن، بعد از انقلاب قرار چه اتفاق براشون بیفته؟ اینا رو حتما میخوان آتیش بزنن، بکشن، دار بزنن. آقای پرویزی، این اتفاق نخواهد افتاد و این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون که همین الان توی تمام محلات ما، توی تمام کوچه پس کوچه های ما، توی اون محلاتی که دیگه قشر واقعی مردم دارن زندگی میکنن، اینا هم دارن زندگی میکنن الان در حال حاضر. شما تو این مدت من که خبری نشیدم که کسی با کسی از این خانواده اینا درگیر شده باشه، یا نمیدونم به پسرش، به دخترش، به زنش، به بچهش کسی چیزی گفته باشه. چون اینا مشکلی با خانواده و با افراد ندارن. الان شما با بنده مشکل شخصیتی نداری که، با من مشکل چیز داری، تفاوت دیدگاه و نظر داریم با هم. دقیقا این اتفاق میفته سر قضیه همون آدم ها. اونا توی سیستم جمهوری اسلامی شاغلن و مردم با اون فرد مشکل دارن که داره این کارو میکنه. کاری به خانواده و اطرافش نداشتن تا اونجایی که من دیدم و خبر دارم. این نکته. یه نکته دیگه هم گفتید که میان میگن که شما گفتید که جنگ نه اون جنگیه که من میگم. پس چه جنگیه؟ من از تو خواهش میکنم ایران به من توضیح بدید تعریف جنگ نه اون جنگیه که شما میگید پس چیه؟ من متوجه نشدم. اینم لطفا آیه پرویزی به من توضیح بدید که این جنگی که شما فرمودین منظورتون چی هستش و فکر میکنید من چه جنگی رو مثال زدم و چه چیزی رو گفتم. حقیقت ماجرایی که من گفتم و اون لب مطلب شفافش این بود، کف خیابون یه نفر با زره پوش، با ماشین، با ادوات جنگی، ادوات جنگ شهری جلوی شماست و شما خودتی یه شهروند عادی هستی. خیلی که هنر کنی، خیلی که انسان قوی باشی، یه دونه چه میدونم یه دونه چوب دستته، نه تفنگ داری، نه گاز داری، نه نمیدونم اسپری فلفل داری، نه هیچ گونه ادوات دفاعی یا این که تهاجمی هم نداری. اینو برای من تعریف کنید که اون جنگی که شما میفرمایید منظورتون چی بوده. منظور من از جنگ این بوده. و اینکه یه چیز دیگه هم آقای احمدی خواه گفتن راجع به اعتصاب که خانم بیرجندی کاملا متین و درست فرمودن. اعتصابا موقعی شکل میگیره که واقعا یه حرکت اجتماعی اتفاق بیفته. حرکت اجتماعی همون تجمعات، همون صحبت‌ها، شعارا، همون هدفگیریه که میشه، مثل تحصنی که میشه توی دانشگاه ها. الان خیلی ها خورده میگیرن میگن مثلا تو دانشگاه فلانجا چقدر به انقلاب کمک میکنه که دختر پسر توی سلف سرویس دانشگاه اعتصاب کردن غذا نگرفتن که با همدیگه میخواستن غذا بگیرن بخورن. به نظر من خیلی کمک بزرگی میکنه، چون قشر دانشجوی قشریه که حرفش همه جا شنیده میشه و بلندگو دستشه و این کاری که داره میکنه نشون میده که بله ما دنبال این هستیم که یه سری چیزای برابری برای خودمون داشته باشیم، یه سری چیزای حق اولیه‌ای داشته باشیم. این بود صحبتی که شما داشتید. من نکاتی که یادداشت کردم، آها یه صحبتی هم کردین راجع به این که گفتید که شما فکر کنم آقای احمدی خواه گفتید که آره اگر یه نفر از نیروهای حالا اون سرکوبگر پلیس یا هر کسی کشته بشه، دوستان و اطرافیانش بیشتر
خونخواه میشن و بیشتر تحریک میشن که وارد میدون بشن، حالا یا همکارانش. صحبت شما بسیار متین هست، اما یه نکته‌ای توش وجود داره، اونم اینه که تعریف مزدور اینه کسی که پول میگیره در قبالش خشونت انجام بده. کسی که پول میگیره و میره برای خشونت انجام دادن، وقتی که ببینه جونش تو خطره، جونش رو ترجیح میده به پولی که گرفته، فرار میکنه. ولی کسی که آزاده هست و داره میره اونجا مبارزه میکنه، 15 سالشه، 20 سالشه، 16 سالشه، دیدین که دیگه رنج سنیار رو دارید میبینید، داره میره اونجا و این اتفاق براش میفته، اون نیتی که داره، نیت درونی که داره، خیلی قدرتش بیشتر از اون پولیه که اون مزدور داره میگیره. و همه اطرافیانش آگاه هستن که اون مزدور پول گرفته داره این کار انجام میده، و اونایی که الان اومدن توی خیابون برای نیت خودشون دارن میان. نیتشون هم چیه؟ نیتشون اینه که میخوان برسن به یه جامعه‌ای که با به اصطلاح آقای پرویز گفتن آباد باشه، آروم باشه، برای همه همه چیز فراهم باشه. مرسی. ممنون از شما. بفرمایید جان فرید. ممنونم آقای فرمانده عزیز. ببینید، من با صحبت‌های شما این قسمتش به خود از نظر دیدگاه من ایراد داره. اینکه شما اسم اینو میذارید جنگ. جنگ وقتی ما بین دو کشور جنگی اتفاق میفته، وقتی هم که تمام میشه اون میره برای خود، شما میره برای خود. خب ولی الان در جایگاهی هستیم که ما چه با کسانی که سرکوبگرن، چه با کسانی که سرکوبگر نیستن، و چه با خانواده هاشون بعد از این انقلاب بعد در کنار هم زندگی کنیم. درسته؟ پس این رو نیام اسمش بذاریم جنگ، که مثلا یه اسم جنگ، ما تعریف جنگ میدونید چیه؟ ما وقتی یک اسم جنگ الان در ایران یکی اسم جنگ میاره، اولین چیزی که به ذهنش میاد جنگ ایران و عراق، که بزن بکش، اونم بکش، یا بکش یا میکشته. خب ما این اون چیزی که در تفکرات برخی از دوستان هست و از جمله شما که الان گفتید جنگ، این جنگ نزنی میزنه، این تفکرات اینجا جایگاهی نداره. ما در جامعه میخوایم زندگی کنیم که با دوست و دشمن بعد در کنار هم باشیم. اینجا یک ملت میشید. شما فردا با همین شخص مراوده اقتصادی باید داشته باشید، باید با اون رفت آمد اجتماعی داشته باشید. پس نمیتوانیم بگیم آقا این جنگه، بزن بکش، میکشیم، تمام. خب دقیقاً آقای پورمنده عزیز، من اینو نکته رو خدمتتون عرض کنم، من خودم کف خیابون بزرگ شدم، منم خودم بچه پایین شهر بودم، من خودم تو هزار تا جنگ و دعوا و جدل و اینا بودم. حالا الان یه خورده سربراه شدیم و خوشبختانه الان دیگه اتفاق نمیفته بیرم، ولی ما خودمون وسط این ماجرا بودیم. من نوعی با افرادی دعوا میکردم که 20 سال از خودم بزرگتر بود و خودم 15 سال سن داشتم، ولی نمیرفتم تو سینه اون طرف بشینم وایسم فوشش بدم، چون میدونستم یه کشیده بزنه تو گوشم من اصلا بیهوش میشم، نمیتونم نفس بکشم. وقتی ما میگیم این شکلی، وقتی با فوش هیچ بنی بشری نتونست کارشو پیش ببره، فقط این فوش زاده تفکرات اون افرادیه که دارن ازش استفاده میکنن. این رو بذارم کنار، میشود خیلی قشنگتر این رو برنامه ریزی کرد، حتی اگر در به اصطلاح جدال با نیروی چیز هست. خب همونی که ما مثلا داریم میبینیم الان، خیلی افراد هنوز که هنوزه وقتی یه نفر رو دستگیر میکنن و مثلا نگاه میکنن، هنوز دارن نگاه میکنن، کاری که ما 20 سال پیش نکردیم. وقتی یکی از دوستامون رو میگرفتن نگاه نمیکردیم، میرفتیم کمک میکردیم، نمیذاشتیم بگیرنش. پس می شود کاری کرد که این اتفاقات هم نیفته، کمتر بیفته. خانم بیرجندی عزیز گفتن که کسی که میشینه کنار خیابونم، بله اینجوری میشه. در مواقعی که این حوادث داره اتفاق میفته و این اتفاقات داره میفته، این خشونت ها داره میاد، شخصی نباید برای به تنهایی بشینه کنار خیابون، چون شما برای میبینید با یک عده انسان هایی در مواجه هستید
که خصلتشون اینه که باید بکشن یا باید بگیرن دستگیر کنن، بهشون دستور داده شده که آقا نکشی زن تو مثلا میکشه، اونم از ترسی که زنشو نکشن میکشه. خب پس نباید تنها بشینی اونجا بعد فکر کنی مثلا پلیس از کنار رد میشه گل بهت میده. یه سری برنامه ریزی ها هست که خیلی راحت میشه انجام داد. این الان جایگاه من نیست که بشینم اینها رو توضیح بدم، ولی اینم که بیام بشینم بگم بزنی میخوری بخوری میزنمت میکشمت میکشی، اینم تفکرات غلطیه. باور کنید هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست. من دارم میگم در کشورهای تمام کشورهای تظاهراتشون رو من دیدم. الان آقای منیری اگر حضور داشتن میتونست تظاهرات مثلا بخشش رو بگیر نشون بده. باور کنید نصف از صحبتاشون نمیتونست نشون بده، چون همش بیشترشون دارن فوش میدن. اونجا که دیگه جنگ نیست، اونجا دیگه خشونت که نیست. ما وقتی نمیتونیم با تفکراتمون کنار بیایم، نمیتونیم چیز کنیم. واقعا من اینو واقعا دارم جدی میگم، کسی که داره به واسطه فوش به زنان و به ناموس و نمیدونم به هر چیزی داره استفاده میکنه، صلاحیت این که بخواد احقاق حقوق زنان رو بکنه نداره. این رو من به صراحت میگم. کسی که تفکرات آدم کشی داره اصلا صلاحیت اینو نداره که بیاد حقوق انسان ها رو بخواد ازش دفاع کنه. این یه واقعیته، ما باید باش روبرو بشیم. همین انقلاب 57 که اتفاق افتاد، تمام کشورهای دنیا مثل الان ازش حمایت کردن. تمام کشورها حمایت کردن. تا کجا حمایت کردن؟ تا اونجایی که دیدن مسیر داره به جای افراطی میرسه. اینا انقلاب کردن، هنوز ولکن نیستن، هنوز دارن آدم میکشن، هنوز وسط خیابون رانده آتیش میزنن، جلو میپرن تو سفارت آدم رو میگیرن، گروگان میگیرن. طبیعیه که هیچ کی، همه میکشن کنار، همه کشیدن کنار. از همون زمان دیگه هیچ کس حمایت نکرد. و وقتی میبینید در یک کشور آزاد، در کشور سوئیس، نروژ، نمیدونم سوئد، نمیدونم فلانجا آلمان، طرف حمله میکنه به سفارت و میخواد از بریم اونجا پرچمو میاره پایین، پرچمو آتیش میزنه، نمیدونم فلان کار میکنه، خب اون شخصی که داره نگاه میکنه میگه این که خب این هم همونه. پس من از چی دارم دفاع میکنم؟ ببینید ما یک انقلابی باید بکنیم که در دید جامعه جهانی، نه این فقط خودمون بشینیم. الان خیلی از دوستان میشنن تعریف انقلاب 57 میکنن، ما باید یک انقلابی بکنیم که در دید جامعه هم جامعه جهانی هم خراب نشه. حالا انقلاب 57 اینترنت وجود نداشت، خیلی رسانه‌ای نمیشد، خیلی مثلا چیز نبود، همه بیشتر کلامی بود. ولی الان دیگه شما نفس میکشید، چون تو زندان اوین طرف با تلفن با موبایل همراه زنگ زده گفته آقا من یه حالمون بده یه حالمون خوبه. دیگه نمیتونی اینو کتمان کنیم، نمیتونی اینو پنهانش کنیم. ممنونم، ببخشید من اگر صحبت اضافه کنم. ممنون از شما جناب پرویزی. یه بخش مثبت قضیه رو تا حالا نگاه کنم که من این چند روز دارم هم میخونمش اینور اونور، اینه که دوستان دارم میگن شما با شعار مرگ بر شاه اومدید، ما داریم با شعار زن زندگی آزادی میان، و این یه تفاوت خیلی بزرگه. بفرمایید. مرسی، ممنون. دوستان خسته نباشین. من یه چیزی خواستم بگم آقای پرویزی، چون بودم تو چند تا از اتاقا توی کلاب‌هاوس بودم، کسایی بودن که حالا لیدر تجمعاتی بودن که تو بعضی از کشورها، چه آمریکا چه کانادا و یا چه اروپا، برنامه ریزی میکردن. اتفاقا که حتی توییت زده بودم برای شعارهایی که میدادم، همین که شما میفرمایید که فوش بود، من قشنگ در جریان این بودم که داشتن نظر میپرسیدم که این فوشا خوبه، یعنی بگن نگن، چون شعارها رو مینویسن. باور کنید جدی میگم آقای پرویزی، بعد توی اتاقی که یکی از خانوما که بودن، که یکی از تجمعات هم برای چیز بود، میخواستن برای بی بی سی بود تجمع داشتن اونجا، که یکی اتفاقا پرسی تو جمع گفتش که اون شعارهایی که مردم رای دادن، یعنی گفته بودن بذارید و میگن، که اعلام کرد گفت نه موافقت نکردن، چون ما شعارها رو میگیم بهشون و اونا شعارهایی رو که نباید گفته بشه رو اجازه نمیدن که کسی که شعار باید بگن رو اعلام بکنن. بعد ولی قبول دارم منم خب خیلی شنیدم تو اینا، ولی
میتونم بگم که همگیر نیست، یعنی تمام اون تجمعات اگه بخوایم در نظر بگیریم 90 درصدش همون زن زندگی آزادی یا حالا مرگ بر دیکتاتور یا حکومت نمیدونم چی آخوندی نمیخوان یه همچه چیزی نمیدونم دقیقا، ولی خب چون خیلی تعداد زیاده میگم، ولی من اکثر فیلمایی که دیدم انگار که مثلا یه گروهی مثلا پشت این تجمعات هست، اونا هم دارن شعار میدن، بعد مثلا من دارم ازشون فیلم میگیرم، اونا دارن فوش میدن. میدونین منظور من اینه که درست هست اما اونقدر فراگیر نیست، یعنی اونقدر همه این کار رو انجام نمیدن و حالا میشه به اینجا یه امیدواری داشته باشیم. خواستم همین رو فقط خدمتون توضیح بدم که بگم حتی برای شعاراشون هم یه فیلتری رو رد میکنن این گروه. مرسی ممنون. من دقیقا خواستم همین رو بگم، ما اینجا که رفته بودیم تظاهرات اینجوری بود که یه سری کاغذ بهمون دادن، مثلا توش شعار نوشته شده بود، 40 تا شعار توش نوشته شده بود، همش بر افتضاح، بعد اینا رو پخش کردن بین مردم، ولی در نهایت هیچ کدوم شعارا رو نداد و به قول خانم بیرجندی به همین زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور قد شد قضیه و همه‌گیر نیست. آقای بفرمایید. مرسی، ممنونم خانم بیرجندی. خانم دژم، من فقط این فوشایی که حالا چیز نیست، فوشم بد نیست، من چیز نشدم باش، ولی میخوام یه مثال بزنم. ما زمانی که میرفتیم ورزشگاه فوتبال نگاه میکردیم، کسی بهمون نمیگفت شعار فوش بدین، حتی که اون لیدرهایی هم که اونجا وایساده بودن اصلا فوش نمیدن، چون لیدرهایی بود که مخصوص خود باشگاه ها بودن و فوش نمیدادن، اتفاقا خیلی وقتا هم کار فرهنگی میکردن. وقتی یه خطایی مثلا روی یکی از بازیکنهایی بود که مثلا اتفاق میافتاد، دیگه اونجا کسی نمینوشت که شما فوش بدید یا ندید، دیگه اونجا همه رو با هم میشموردن و اتفاقا یهو میدید یه جمعیته. حالا من مثلا در شیراز مثلا در ورزشگاه حافظیه که میرفتیم، میبینید دفعه مثلا از 10,000 نفری که جمعیت حضور داشت اونجا، 5,000 نفرش داره همزمان با هم فوش میده و یه فوش رو دارن میدن بابت یه خطا، یعنی انگار که مثلا هماهنگ شده بود، مثلا این اگه این خطا کرد فوش بدید، این فوش هم بدید. این برگرفته از اون ریشه است. درسته که ما در من خدمت دوستانم در جلسات قبل عرض کردم، ما چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب جامعهمون آمیخته با خشونت بوده و هیچگاه نمیتونستیم اینو ازش جدا کنیم. هر باری که جدا خواستن جدا کنن با مشکل مواجه شدن، چون مردممون با این عادت کردن، با این بزرگ شدن. ما خودمون از توی مدرسه اینو یاد گرفتیم. من روز اول مدرسه، روزی که رفتم توی مدرسه وایسادم، با اینکه زبان فارسی نمیفهمیدم اینا چی میگن، با قیچی موهای منو چیدن. یعنی ابتدای من، ورود من به ایران، فقط خشونت دیدم، چون که اصلا نمیدونستم. من 3 روز بعد از اینکه وارد ایران شدم رفتم مدرسه و همون 3 روز اول موهامو قیچی کردم، اصلا درک نمیکردم. شلنگ دستمونو میگرفتیم با شلنگ میزدنم، چرا موهامونو کچل نکردیم بریم مدرسه؟ یعنی یه چیز ساده و پیش پا افتاده اینقدر تنبیه داشت. اما موافقم که این فوش ها که پیش بینی شده نیست و برنامه ریزی شده نیست، اما من مشکلم با اون قضیهش نیست. من مشکلم اینه که تا در نگاهمون و در دیدمون انقلاب درستی نشه، نمیتوانیم در آینده این انقلاب مفید و مؤثر بکنم واقع بشه. وقتی میگم دیدگاه من اینه که میتونم با فوش یک نفر رو حقیر کنم یا از یه جایی منع کنم، خب طبیعیه که من دیدگاهم خرابه و این دیدگاه رو دارم انتقال میدم به بقیه. این یکی. دو، اینکه وقتی دارم یک کودک رو تشویق میکنم به اینکه شمشیر دستشه یا داره فوش میده، تشویقش دارم میکنم و دارم حمایتش میکنم و این رو توی شبکه‌های مجازی بولدش میکنم که این نگاه کن این چی داره، خیلی ها ندارن، اگه آدم‌هایی که تو خونه نشسته بودن مثل این بودن که چی میشد. خب اینها ترویج خشونته. اینها همین شخص 10 ساله که داره این کارو میکنه، 10 سال دیگه میخواد زندگی تشکیل بده، 5 سال بعدش هم مثلا بچه دار بشه،
بعد افتخاراتش که میخواد برای بچهش تعریف کنه چیه به نظرتون؟ خب این تفکر به بچه خودش هم منتقل میکنه. من میگم اگر دنبال دنیای شاد هستیم، این چیزها رو از توی این انقلاب باید بکشیم بیرون. نمیتونم، توانایی رو ندارم که بگم مقابله میکنم و من باید کشیده بشه بیرون، نه، چون نه اونجا هستم. ولی مایی که اینجا هستیم، مایی که بیرون هستیم، انصافا دیگه فوش شدن ما دیگه غیر طبیعیه تو این قضايا. ولی این به نظرم این فرهنگ نهادینه شده ای که الان داریم ما باهاش مواجه هستیم واقعا به مشکل میخوره. و دیدگاه من، باز هم دارم میگم، من با این دیدگاه کوچیک خودم دارم این حرفو میزنم. این جامعه اگر با همین شکل انقلاب بشه، تا 30 سال دیگه هم ما این خشونت رو نمیتونیم با تفکرات و با تمام اون چیزهایی که درش داریم، با همه اون متخصصهایی که داریم که میتونن کشور رو تغییر بدن، تا 30 سال آینده نمیتونن این خشونت رو از تو جامعه بکشن بیرون. این رو نه اینکه حالا من بخوام چیز کنم، این دیدگاه منه، ولی علمیش هم نگاه کنید حداقل 30 سال میشه. مرسی، من صحبتم کوتاه کنم. ممنون. ممنون، ببخشید من امروز خیلی صحبت کردم. یه موضوعی راجع به همون قضیه جنگی که جناب پرویزی فرمودن که جنگ نیست. ببینید آقای پرویزی، از اول شروع اعتراضات مردم خشونتی نبود در واقع، اگه بخوایم در نظر بگیریم، که الان هم بازم من میگم بازم نیست، اگه بخوایم در نظر بگیریم بازم از طرف مردم خیلی کمتره، یه تعدادی دارن یه کاری رو انجام میدن. اما از اول مردم هی گفتن که نیروی انتظامی حمایت، حمایت ارتش، حمایت نمیدونم سپاه، حمایت، همش مردم از همدیگه حمایت خواستن. الان که فکر میکنم یه هفته 10 روزی هستش که این حمایت، حمایت هستن، کلن حذف شد دیگه، دیگه نمیگن. اما این که میگین جنگ شکل ایران و عراق میشه دشمن خارجی، یه واقعیتی رو در نظر بگیریم. الان جمهوری اسلامی با این تو این یک ماه دقیقا دشمن داخلی شده برای مردم، به خاطر کارهایی که خودش کرد، به خاطر جنایتهایی که خودش کرد، به خاطر کشتاری که کرد، از حمله به دانشگاه و مدارس و کشتار بچه ها، دختر 16-17 ساله. ببینید مردم الان، درسته ما میگیم آگاهیشون کمه، نسبتا بهتر شده، اما دیگه فرق این که یه دختر 16 ساله رو کشتن با اینکه میان اعتراف اجباری توی تلویزیون میگیرن و میفهمن، فرق این که یه دختر 17 ساله هیچ ارتباطی با معاند نظام یا اسرائیل رو نمیدونم کشور اروپایی نداره رو مردم میفهمن. و جمهوری اسلامی همچنان داره اصرار میکنه به این که مردم رو شعورشون بهشون توهین بکنه، اینو دیگه میفهمم. برای همین قشنگ خودش یه دشمن اساسی کرده. پس اگه میگیم جنگه، به خاطر اون دشمنی که جمهوری اسلامی داره تو ایران میکنه، با مردم ایران داره میکنه، داره مردم رو میکشه. من کشدار جوونا رو فقط دارم میگم اینا سرمایه های این کشورن، اینا آینده کشور رو دارن میسازن. از من نوعی و از من بزرگتر دیگه در واقع میتونیم بگیم گذشت، ما از لحاظ فکری بتونیم یه کمکایی بکنیم، ولی از لحاظ سازندگی این جوونا همون بچهای دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی ان که میسازن، ولی وقتی میکشنشون، خب این دشمنه، این دشمن داخلی آقای پرویزی. دقیقاً این دیدگاهیه که الان همه مردم دارن. و اگه میگیم جنگه، این جنگ داخلیه در واقع، و یه دشمن داخلی داریم. اما مسئله‌ای هم که میخواستم بگم در انتهای صحبتم اینه که من مطمئنم به شخصه اگه از روز اول جمهوری اسلامی میومد میگفت باشه گشتر شد و بر میدارم، باشه حجاب آزاد، و ساکت میکرد مردم رو، مطمئنم که به 6 ماه نمیکشید. یعنی هر آنچه که وعده داده بود به مردم رو اجرا نکرده پس میگره. یعنی فقط منتظر میشد که یه سکوتی برقرار کنه و مجدد شدتش رو حتی بیشتر کنه. برای همین من برای این قضیه تنها فکری که میکنم اینه که یعنی تا انتهای خط که همون پیروزی مردم باشه دیگه باید ادامه بدن. واقعا راه برگشتی وجود نداره و با جمهوری اسلامی هیچ راهی نیست، هیچ راه مذاکره، چون هیچ
اعتباری نداره، یک دومی که مردم هیچ اعتقادی به قول و وعده هاشون هم ندارن. اگه اگه بخوان الان بگن باشه ما تسلیم هر چی شما میگین، مطمئنا توی کوتاه‌ترین زمان حرفشون رو پس میگیرن و کارشون رو بدتر میکنن. مرسی، متشکرم. ممنونم خانم دژند. مرسی خانم دژندی عزیز. من البته اینم بگم، چون وقتی من صحبت میکنم خیلی از دوستان فکر میکنن که منم دارم از جمهوری اسلامی حمایت میکنم. اتفاقا نظر من اینه که این انقلاب 40 سال طول کشید، یعنی دیر انجام شد. من همیشه گفتم این انقلاب باید 3 سال بعد از جمهوری اسلامی ایران که به وجود اومد بعد دوباره انقلاب میشد، چون ماهیت خودش رو همون 3 سال اول نشون داد و نباید میذاشتم به اینجا برسه. اما خب نکته اینه که متاسفانه هم دیر جنبیدیم و همین که به محض اینکه اومدیم به خودمون بیایم وارد یک جنگ شدیم که خب حالا همه داستانشون بود، نمیخوام تکراری تعریف کنم. یه داستانی فکر کنم شاید خیلی از دوستان خونده باشن ولی من این رو خیلی کوتاه تکرار میکنم. در انقلاب آپارتاید نلسون ماندلا وقتی که انقلاب کرد اومد توی خیابون و رفت توی رستوران نشست که غذا بخوره، دید که زندانبان خودش بوده داره غذا میخوره و اونم نشسته داره چیز میکنه. خب زندانبانش کسی بود که وقتی ماندلا توی زندان میگفت من آب میخوام، ادرار بهش میداد میگفت بیا بخور، یا غذایی که میخواست مثلا بهش بده بخوره آب دهنشو میریخت داخلش بعد میگفت بفرما بخور، بفرمام که نمیگفت با فوش میگفت. این انقلابی که شد همون شخص رو توی رستوران ماندلا میبینه و دست و پاش میلرزه، اون موقع دیگه رئیس جمهور بود دیگه. ماندلا میره کنارش میوای میسه میزنه رو شونهش میگه من انقلاب کردم که تو نلرزی، این انقلابو کردم که تو نلرزی. یعنی کسی که 20 سال داشت بهش ظلم میکرد بهش گفت من انقلاب کردم که تو نلرزی. ما اگر با این دیدگاه بتونیم انقلاب بکنیم، طبیعیه که من اون دنیای شادی که الان داریم ازش حرف میزنیم و در اعلامیه جان خودشون تاکید شده بهش، طبیعیه که خب پیش رومونه. ولی با تفکرات کشتن و با تفکرات فحاشی و خشونت و اینا طبیعتا نیست. خیلی راه‌های زیادی وجود داره. ببینید در یک جنگ اگر شما قوی‌ترین سلاح‌ها رو داشته باشی ولی اگر فن جنگ رو بلد نباشی باختی. ما در جنگ ایران و عراق نصف کشته‌هامون به خاطر این بود که 2/3 از کشته‌هامون به خاطر این بود که تعلیم جنگی ندیده بودن، ارتشی نبودن، عامه مردم بودن داشتن می‌رفتن جو از جنگ و از تسلیحات هیچی نمی‌فهمیدن، درکی نداشتن ازش و کشته می شدن. همونطور که دارید می بینید مثلا آمار کشته شده های ارتشمون از سپاه و مردم و بسیج خیلی کم تره، به خاطر اینه که اونها استراتژیک کار می کردن. اینجوری نبود که شما برید مثلا یک حمله ای رو بکنید و بعد بگید خب مثلا 1000 نفر کشته شد، حالا مهم نیست، حالا 1000 تا دیگه میان اضافه میشن بهم. با برنامه می رفتن جلو. الان هم اگه این کارو نکنیم باز به شکست میخوره، منجر میشه. نه اینکه شکستی که من دارم عرض میکنم، این انقلاب من یه هفته است به خیلی ها تبریکشو گفتم که پیشاپیش این انقلاب تبریک میگم به همه، ولی باز هم تو برنده بودنمون این انقلابه میتونیم به خودمون ببازیمش. اینکه دقیقاً مثل همون قضیه جنگ شد دیگه، ما 1,000,000 کشته و زخمی و نمیدونم چیز دادیم، بعد هر بارم که حرف میزدیم همینو میکوبیدن تو سرمون، ما شهید دادیم، ما کشته دادیم، ما نمیدونم چی هستیم. خب اینم همینه، ما الان داریم این کشته ها میدیم، این زخمی ها رو داریم، این بازداشتی ها رو دارن میرن، این شکنجه ها داره میشه. در فردای آزادی ایران اگر که نتونیم به نحو احسن درست رفتار کنیم مطمئنا مثل الان میشه، حالا چه با کراوات، چه با عمامه، چه با نمیدونم هر مدل لباسی که الان در دنیا وجود داره. به هر حال امیدوارم که به این روز برسیم و این دنیای زیبایی رو که داریم ازش صحبت میکنیم و در کتاب خوندیم و در اینترنت خوندیم به واقعیت ببینیم واقعا. مرسی، من ممنونم ازتون. ممنون از شما جناب پرویزی و نهایتا هم
چیزی که به ذهن من میرسه و ماها دنبالشیم به عنوان مدعیان و فعالین حقوق بشر، ما واقعا دنبال این نیستیم که آدم هایی که الان دارن ظلم میکنن همون کاری که دارن با بقیه میکنن سرشون بیاد. ما دنبال این هستیم که آنها در دادگاه های عادل محاکمه بشن و این اون چیزیه که فکر کنم ما دنبالش هستیم. دوستان اگر موردی هست که به بحث آزاد اضافه بکنید. بله خانم ایرانی بفرمایید. عذرخواهی میکنم، من فقط خیلی کوتاه بگم. دقیقا این اتفاق بعد از پیروزی این انقلاب، من فکر میکنم که چون من میشنوم و میبینم خیلی زیاد که هدف همینه، که واقعا بسیاری از کسانی که این جنایت ها رو حق مردم کردن توی دادگاه عادل منصف در واقع محاکمه بشن. اما در مورد صحبت آقای پرویزی، بعد از این زمان این اتفاق خوشایند در واقع کشورمون، مطمئنن وقتی قانون اساسی درستی رو کشور ما باشه و همه زیر سایه اون قانون قرار بگیرن، فرهنگ سازی میشه، آموزش داده میشه، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور ما فرهنگی و اجتماعی هر کدوم اینا هست برطرف میشه. شاید زمان ببره ولی با یه راهکارهای درست و اساسی مطمئنا جواب میده و اون اتفاق خوب و اون دنیای زیبا برای ایرانی ها واقعا به وجود میاد و همه لذت زندگی آزاد و زیباشون رو میبرن. مرسی، متشکرم. ممنون از شما. دوستان اگه موردی هست دوستان با علامت دست راه نمایی بکنید. سلام عالی. پس من به یه جنبنده کلی میکنم از بحث آزاد جلسه امروز که در مورد حق دنیای زیبا و آزادی بر همه بود. ممنون از تک تک دوستان که مشارکت کردن در جلسه امروز، مخصوصا در بحث آزاد. راهکارها و سوالاتی بود در مورد به وجود آمدن دنیای زیبا و آزاد بعد از انقلابی که پیش رو، و امیدوارم که به قول آقای پرویزی زودتر همه به هم تبریک بگیم اون روز خوب رو و بسازیم ایرانی که شایسته همه ایرانی هست. ممنون از شما که شرکت کردید. من ساعت 18:18 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو از قانون دفاع از حقوق بشر در ایران رو